بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم اوقات خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، اوقاتی بهتر در انتظارتون باشه. امروز جمعه هست، 12 فوریه سال 2021، برابر است با 24 بهمن 1399. دو روز از 22 بهمن گذشت. در ایران آخوندها یا حکومت آخوندی 42 سالگرد انقلاب ایران را هم جشن گرفت، ولی این بار به خاطر کرونا با موتورسیکلت و ماشین و اینها، و اتفاقات جالبی هم افتاد، فکر کنم در اصفهان بود که اون کسی که بلنگو به دست بود صدا میزد مرگ بر آمریکا، ولی موتورسوارا میگفتن مرگ بر روحانی. دولت هم گفته که این با برنامه بوده و همین جوری چیز نشده، به اصطلاح حالا باید ببینن چی بوده، میخوان چه کار کنن. خب یه عده شعار دادن، اونا هم تکرار کردن، و این ماجرای شعار دادن هم از قدیم یادتون هست که میگفتن هر چی اون جلوی بگه اون عقبی ها هم میگن. حتی یه جای گویا این صف شعار دهندگان یه کمی طولانی شده بوده، طرف میگه گشاد گشاد راه نروید، اونا همه میگن گشاد گشاد راه نروید، میگه اینی که میگم شعار نیست، اونا میگن اینی که میگم شعار نیست. یعنی این راهپیمایی ها و اینها خیلی به اصطلاح دلخوش نباشید. شاه هم خیلی از این رژه ها میذاشت و از این برنامه ها روز 4 آبان میذاشت و هر شهری میرفت هزاران دانش آموز رو می آوردن جلوش، پیشباز و پشباز و بدرقه و فلان، ولی یه دفعه اینجوری رفت پایین. این آخوندها هم بهتره مواظب خودشون باشن، چون اوضاع و احوال هر روز بد و بدتر شده. درباره آخوندها یه خانمی هست به نام پروین زمانی که اینجا یه وبسایتی رو راه انداخت به نام همسرجون.com، و این آقایونی که زن میخواستن، خانمایی که شوهر میخواستن، اینها رو با هم آشنا میکرد، و اینها به نظر میرسه از دوره کرونا کار ایشون کساد شده، و میبینم که خیلی به اصطلاح طرفداری از جمهوری اسلامی میکنه، حتی یه تیشرت یا یک بلوزی درست کرده که عکس خامنه ای روشه، و امروز دیدم که خیلی از دوستان اونو توی فیسبوک میچرخوندن و فحاشی میکردن. ببینید، منم با این چیزی که این خانم این کاری که انجام داده مخالفم، ولی یه چیزی رو باید شما و من یادمون باشه، اینا وجود دارن، اینا هستن، و ما اگر دنبال حکومت دموکراسی و دموکرات میگردیم، خب باید یه حقی هم برای اینا قائل باشیم. قرار نیست هر کسی مخالف ما هست با چوب و چماق بزنیم بهش. در از صورت راجع به چوب و چماق، چماقداران ترامپ یکی یکی به غلط کردن و شکر خوردن افتادن که ما به دستور ترامپ آمدیم، ما سربازان ترامپ بودیم. ترامپ هم گفته اینا یه مشتی لات و لوتن، و در 3-4 روز گذشته در مجلس سنا به اصطلاح استیضاح دوم ترامپ بود. من نمیدونم این مردی که کلن در این 4 سال چند ساعت کار مفید برای آمریکا انجام داده که این همه وقت دادگاه و وقت سنا و وقت مجلس و وقت تمام سازمانها رو تلف کرده، و چه ضررهایی به مردم معمولی زده. باورتون میشه از دسامبر، 23 دسامبر تا حالا این بیچارهایی که بیکار هستن حقوق نگرفتن، حقوق نگرفتن، حقوقی که سالها پول دادن، مالیات دادن که این برای یه روز مبادا باشه. این ترامپ به خاطر اینکه سر یه ماجرایی داشت فسفس میکرد و کاغذه رو به موقع امضا نکرد، این بیچاره ها به اصطلاح حقوقشون استاپ شد، قطع شد، متوقف شد، و هنوز چی میگن معلقه، پا در هوا. این معلق از این وریش هم کنی میشه پا در هوا. خب دوستان عزیز، ممنونم از آقای زمانیان گرامی. اگر دوستان لطف کنن، آقای زمانیان، ما گاهی وقتی هم از این نوشته شما استفاده میکنیم، و شما هم بیننده برنامه سربی با مردم باشید، ممنون و متشکرم. اگر دوستان لطف کنن برنامه رو با دوستان خودشون هم
به اصطلاح شیر کنن من تشکر میکنم. دیشب داشتم یه برنامه رو میدیدم، یه آقای جوانی رو آوردن توی رادیویی و ازش میپرسیدن شما چجوری این همه طرفدار دارین؟ میگفت ما طرفداران رو میخریم. این چیزیه که اونایی که تعجب کردن یه دفعه خانم مسیح علی نژاد چگونه یه شبه 250,000 نفر اومدن کلیک کردن، آقا اینا فقط یه سری اسمه و اصلا طرف میبینی توی کمبوجیو. اتفاقا این آقای انصاری یه دفعه به من گفت که دوست داره که یه ویدیوشو بوست کنه. بوست کردن یعنی انرژی بهش بدن، پخشش کنه. مثلا $10 $15 میدی، اونم میگه ما اینو برای 2000 نفر میفرستیم. وقتی فرستاد، گفت آقا یه دونه اسمش هم فارسی نبود و اینا اصلا بلد نیستن و اینا یه کار بی خودیه. ولی چیزی هست که متاسفانه انجام میشه و میبینید اون میگه من تو اینستا اینقدر به اصطلاح فالوور دارم، اون میگه اینقدر دارم و واقعا من نمیدونم که این زندگی دیجیتالی به کجا داره میره و چگونه ختم میشه. یه به نظر روزهای وحشتناک و تاریکی در پیش داریم. امروز آقای امیر حسین لادن رو داریم، ساعت 3:30 بعد از ظهر، و یه مقاله خوبی ایشون نوشته راجع به متلک‌گویی، مزاحمت خیابانی و آزار جنسی که ایشون باور داره این تجاوز به حریم دیگران است و من در این باره با ایشون مصاحبه میکنم. اگر یادتون باشه هفته گذشته یه فیلمی توی فیسبوک اینها پخش شد که یه دختر خانمی تو خیابون داره راه میره و بعضی از این آقا که نمیشه گفت جلنبر یا مزاحمای خیابونی مزاحمش میشن. ناگفته نماند دوستان این فیلمایی رو که میسازن اینجوری، اینا رو نمیشه ملاک حقیقت قرار داد. الان یه سری فیلمهایی هست، دوربین مخفی تو ایران، اصلا معلومه که اون دختره که سوار ماشین میشه دوست دخترشونه، فامیلشونه و اینها، و چون اگر یه غریبه باشه ممکنه این کارهایی که میکنن طرف سکته کنه، طرف وحشت کنه، طرف به اصطلاح جیغ و داد کنه. ولی با همه اینها میگن مثلا جوک، طنز، اینها یه واقعیتی از زندگی رو نشون میده، مثل یک آینه هست که منعکس میکنه حقیقت زندگی رو. در این باره با ایشون صحبت میکنیم. در حین برنامه اگر صحبتی، سوالی، نظری دارید میتونید به اصطلاح بنویسید و من میپرسم. پس 22 بهمن گذشت، هیچ اتفاقی در ایران نیفتاد و راهپیمایی موتوری و رژه خودرویی. اینجا نوشتم 22 بهمن ویدیوی انقلاب 57، اندیشکده آگاهی و شناخت. حتما متوجه شدید از یکی دو روز قبل از 22 بهمن توی تلویزیون مردم و روی فیسبوک مردم، روی فیسبوک خودم، روی توییتر، روی بالاترین، من یه ویدیویی رو نه روی بالاترین اجازه نداد چون گفت این ویدیو قبلا پست شده یا نصب شده. و ویدیوی که آقای لادن به کمک دوستانشون در اندیشکده آگاهی و شناخت درست کردن رو نشون دادیم و من این رو تا آخر به اصطلاح تا چند روز آینده هم اینجا نشون خواهم داد، تا آخر بهمن، چون ویدیوی بسیار خوبیه. صحبتایی که میکنن میگن آقا حالا شما هرچی میخوای کارتر رو نمیدونم اون چی بود گواتلوپ و فلان اینا رو مقصر بدون، نه یه چیزای دیگه است. ایشون اون چیزا رو باز میکنه. خیلی ممنون، دیدم آقای اکبری و دوستان دیگه تشکر کردن از آقای لادن، منم به نوبه خودم ممنونم. و یه چیزی رو براتون بگم، من آشناییم با آقای لادن فکر کنم به وسیله این ویدیو شروع شد. این ویدیو رو دیدم گفتم این آقا کیه، من باش تماس گرفتم و اینها، که بعد دیگه ویدیوهای دیگه شون رو دیدم، بعد کتابهایی رو که نوشتن و مقالاتی که دارن و اینها، و خیلی خوشحالم که با ایشون آشنا شدم یا آشنا هستم. و اما آقای حسن ارشاد برنامه شماره 305 رو که در رابطه با بررسی کتاب خاطرات خلیل شهیدی هست، که آقای خلیل شهیدی گویا خادم عبدالبها بوده و من بعض وقتا که اینجا نشستم حرفای ایشون رو گوش میدم بسیار جالبه. جالبتر این که این آقای حسن ارشاد
یکی دو بار هم مهمان برنامه های خانم پروین زمانی بوده، اگه اون هم دوست داشتید نگاه کنید. و اما یک نوشته‌ای بود که دوستمون آقای سعید نوشته بود: 50 سال پیش پیکان ساخت ایران به قطر و این ور اون ور میرفت و الان قطر و اون کشور امارات و اینها سفینه به کره مریخ میفرستن. من برای ایشون نوشتم که من در این باره فردا صحبت میکنم. اینجا هم این عکس رو گذاشتم، اگه بتونم پیداش کنم. نوشتم زمان شاه 50 سال پیش، اجازه بدید. بله اینه، یک دونه عکس برای شما بگیرم ازش و شما هم ببینین. این هست که اینجا نوشته و نوشته منو سعیدم به اصطلاح میبینید. من اینو نگه میدارم که بشه بخونیم. تیتر بالاش یا قسمت بالاش به این صورت، من اینو یه تیکشو نشون بدم، که گویا خبری بوده از بی بی سی که فضاپیمای امارات متحده عربی در مدار مریخ قرار گرفت. اینم بی بی سی فارسی. بعد پایین این دوستمون نوشته که والا من هنوز نمیدونم که کی کجا چی باید بنویسه که به دست من برسه، ولی میاد دیگه، نوشته هایی برای من میاد. نوشته که 50 سال پیش پیکان ساخت ایران و محصولات صنعتی کارخانه ارج به تمام کشورهای اطراف خلیج فارس صادر می کردیم. دبی و ابوظبی دهات کوره‌ای بیش نبود. ببین آقای سعید جان گرامی، این نوشته شما ضد نقیزه. خودتون از این ور باور دارید که 50 سال پیش این کشورهای عربی مثل یه دهی بودن. حالا ایران می اومده پیکان و وسایل ارج و اینا میفرستاده برای این دهات. اوکی، مثل این میمونه که من یک کردیت کارتی داشته باشم، ولی به دلیل اینکه اصلا نمیدونم کردیت کارت یعنی چی، بلد نیستم حساب کتاب داشته باشم و اینها، بیام شما دوستان رو هی ببرم بیرون. شما میگی آقا من چلو کباب بسمه، میگم نه حتما سلطانی ارده بده. میگی آقا من مشروب نمیخورم، میگم نه آقا بهترین شامپاین تو بیار. دوره شاه اینجوری بود دوست عزیز. و پیکانی رو که 30,000 تومان بود در ایران به کشورهای عربی میدادن 13,000 تومان. شما به من بگو چرا باید اینجوری باشه؟ پیکانی که معلمش باید تو صف وای میساد، کارمند ادارش باید تو صف وای میساد، نوبت میگرفت، چرا بدون نوبت بفرستن بره؟ خراب بود، اشتباه بود. حالا همون کشورها یه سری هم آفتابه پلاستیکی از ایران وارد میکردن. آفتابه که تو ایران شروع شده بود پلاستیک میساختن، روی این لنجایی که میرفت اونور و اینا آفتابه پلاستیکی میبردن. من نمیدونم چرا ما یه دفعه به یه چیزایی افتخار میکنیم، یه دفعه به یه چیزایی اصلا برامون مهم نیست. این ماجرای صادر کردن. الان برگردیم سر امارات. آیا امارات خودش نشست و تحقیق کرد چجوری موشک بسازن، چجوری سفینه بسازن، بعدم تصمیم گرفت بره کره مریخ؟ حالا رفت کره مریخ، اماراتی که اینجا هنوز شلوار پاش نمیکنه، با شلیته با چیه دشداشه را میره، میخواد بره کره مریخ چه کار؟ اینا یه سری همون بدبختی هایی که سر شاه آوردن الان دارن سر این کشورها میارن. پولا رو که ازشون میگیرن که نمیان یه چیزی بدن به دردشون بخوره. آقا بیا نمیدونم شما حالا سفینه بفرستی مریخ برای چی؟ واقعا سفینه امارات رفته مریخ چه کار کنه؟ جوکایی هم میگن، میگه طرف میمون فرستاد کرات دیگه، ما نمیدونم عکس خمینی رو فرستادیم کره ما فلان. اینا برای مشغول کردن و سرگرم کردن من و شما. و باز برگردیم به اون حرفی که این فیسبوک، اینترنت، رادیو، تلویزیون ها، مگر اینکه اینها به اصطلاح بلنگوی سازمانی باشن، بلنگوی جبهه‌ای باشن، بلنگوی حزبی باشن، و الا فقط به درد
وقت تلف کردن میخورن. متاسفانه این پیدایش کرونا و وجود کرونا الان باعث شده که مردم خیلی وقت داشته باشن و وقتی میخوان وقتشون رو تلف کنن درگیر مشکلات میشن. نصف بیشتر اینایی که الان اومدن رفتن توی مجلس و الان دارن همینجوری محاکمه میشه و فلان اینا، اونام همشون گرفتن، وکیلی میگه آقای ترامپ رفته با زنش توی زمستونی رفته هوای خوب فلوریدا گرما میخوره و بازی میکنه، این بدبخت کار و زندگی که نداره هیچ، یلا انداختنش تو زندان با بره خونش هم بفروشه بده به وکیلا تا آزادش کنه. برای چی بوده؟ اگر کار بود بیکاری نبود، این سر کار بود. اصلا میگه آقا به من چه مربوط، شما تا همین الان قولتون میدم از خیلی از آمریکایی‌ها سوال کنی رئیس جمهور که نمیدونم، نخست وزیرش، معاونش کیه، رئیس به اصطلاح فلان سازمان کیه، نمیدونن. باور کنید ما خارجی‌ها اطلاعاتمون بیشتر از اونا، چرا نمیدونم، شاید برامون مهمه چون همش دلمون به اخبار خوشه و نمیدونم. خلاصه من نوشتم اینجوری. آقای مانی خورسندی میگه کتاب در راه است. من ممنون و متشکرم. ایشون کتاب آقای هادی خورسندی رو به اصطلاح لطف کردن خریدن برای تلویزیون مردم و ما کارمون اینه وقتی یه نفر چه نویسنده باشه چه یه نفر یه کتابی رو بخره بفرسه اینجا، روزی که ما اون کتابو میگیریم نشون میدیم، آمریکایی‌ها میگن پلاگش میکنیم، حالا تبلیغ. حالا ما بیننده هامون که خودمون هم هر روز میگیم بیننده های ما اگر اهل کتاب بودن نمیچسبیدن به تلویزیون های ایرانی، ولی خب باز امیدواریم که این لطفی که ایشون کرده، اون زحمت که آقای هادی خورسندی کشیده، این کتابی که ما نشون میدیم 10 نفر 15 نفر این کتاب رو بخرن بخونن و به اصطلاح این فکر و عقیده ایشون پخش بشه، نشر بشه، توسعه پیدا کنه. من ممنونم، متشکرم، خیلی ممنون. ایشون گفتن درود بر شما، ما هم درود بر شما، هم سلام خدمت شما و خیلی ممنون که هر وقت که شما وقت داری برنامه ما رو میبینی. آقای مانی خورسندی، نظر شما درباره این که پیکان ایران رو 50 سال پیش صادر میکردن به کشورهای عربی ولی امروز باید برای ماشین، اونم پراید، مثل که شده 110 میلیون یا هم چیزی، یا شده بود 90 میلیون، من نمیدونم قیمت ها رو، نظرتون چیه؟ اون مثالی که من زدم در رابطه با ندانستن استفاده صحیح از اعتباراتی که داریم، این اعتبار مثل همون ریسورس هایی که ما تو مملکت داریم، مس و نفت و نمیدونم نمک و هر چیزی که شما بگین، از اینا اگه درست به موقع استفاده نکنیم میشه همین که به اصطلاح مثل این که طرف یک کریدیت کارتی داره، اینو به جایی که بذاره برای فرداش، به جایی که چی کنه، هی با دوستاش میره عیاشی و عیاشی دیکتاتورا و عیاشی عربا که همیشه به اصطلاح معروف بوده و مشهور بوده. نظر شما چی هست؟ خب یه چیزی من پیدا کردم، میبینم توی رادیو جوان ویدیوهاشو میذاره، یه آقای هست که چون از ما خیلی زرنگتره قیافه خودشو میپوشونه با ریش و سیبیل و موی قلابی و عینک هم میزنه، یعنی این اگر اینا رو برداره تو خیابون بغل دست ما باشه، توی مهمونی نشسته باشه تو اون مجلس، ما نمیشناسیمش، ولی حرفایی که میزنه، اسم برنامهش هم نه نمیدونم تلویزیون ما، نه تلویزیون شما، نه برنامه من و شما، اینا نیست، گذاشته گرینگو شو. حالا گرینگو میدونید که آمریکایی‌ها وقتی میرن یه جایی، اون مردم اون مملکت اینا رو به عنوان گرینگو صدا میکنن و این برنامه گرینگو شو که الان من 2 هفته است باهاش آشنا شدم، میگه که نمیشه فراموش کرد که ما انقلاب کردیم که عقب گرد کنیم. نه آقا، کسی که انقلاب نمیکنه که عقب گرد کنه، ولی بله ما نمیشه فراموش کرد که ما منظورتون انقلاب نکردیم که عقب گرد کنیم. آخه سوال اینه که آیا شما انقلاب کردی؟ من که انقلاب نکردم. هر جا میبینی اینای دیگه به دیگران فوش میدن. ما دوست داریم آقای، ببینید آقای لادن میاد میگه من ایشون انقلاب کرده، آقای فرزاد نیساری میاد میگه ایشون انقلاب کرده و بابت این اتفاقی هم که افتادن
افتاده به دلیل کاری که اونا کردن توجیهاتی دارم و توضیحاتی، ولی منی که نه درسی خونده بودم، سیاستی خبر داشتم، نه چیزی، بعد مجبور بری به اصطلاح سربازی. تو سربازی هم ما نمیدونم حالا دیگه به علت گردن کلفتی، به علت هرچی، فرستادن اون تیپ 55 هوا برد، بعدم از بدشانسی انقلاب شد توی کودتا، توی کمیته مشترک شهربانی، چون شاه اینقدر آگاه نبود که حتی یه نیروی ضد شورش بذاره. یه برنامه آقای فرامرز دادرس و آقای احمدعلی مسعود انصاری درست کردن به خاطر همین سالگرد انقلاب، حتما نگاه کنید. و اینا هم باور دارن که شاه اشکالات زیادی داشت و اون اشکالات زیاد به اینجا رسید. آقای خورسندی دوباره تلگرافی نوشته بله. من نمیدونم منظورتون از بله چیه، چون وقتی من صحبت میکنم میره جلو، یه مقداری تأخیر ایجاد میشه و من نمیدونم راجع به حالا دارین صحبت میکنی راجع به اون سوال قبلی. اگه یکم سوال قبلی رو توش، من برای یک شرکت آمریکایی کار میکردم، حالا یا به دلیل لهجمون یا نمیخواست، به من گفته بود که شما وقتی میری تو این جلسات با وجودی که چیز هستی، ما به اونایی که مصاحبه میکنیم بگو که سوال شما رو توی جوابشون بگنجونن. و من هیچ وقت نفهمیدم این چیه، ولی اینم یه نوع مصاحبه. فکر کنید که من اینور میکروفونم، والا هرچی میکروفون گرفتم، میگم نظر شما درباره 4 سال حکومت ترامپ چیه؟ میکروفونی که میگیرم جلو شما، شما میگید نظر من درباره حکومت 4 ساله ترامپ اینه. یعنی سوال من رو توی جوابتون میگنجونین، اون وقت اینا اینو میبرن، اصلا صدای من پخش نمیشه. در صورت اگه اونجوری یاد بگیریم بنویسیم خیلی خوبه. برگردیم به این گیرینگو شو. ماجرای دزدی از یه دوچرخ سواری رو میگفت که این دوچرخ سوار سرطان داشته، بعد گفته من میخوام را بیفتم برم. اینایی که سرطان دارن خیلی ها این کار میکنن، یکشون میدوه میره، یکیش را میفته. همینجا پریشب یه نفر 24 ساعت سرپا وایساد که مردم پول جمع کنن، که به نظر من این یه کار بیخودیه. خلاصه طرف سرطان داره دیگه، میگرم میرم را میفته با دوچرخه، میگه من میخوام از چند تا کشور عبور کنم و این پولی رو که جمع میکنم میخوام توجه مردم دنیا به سرطان و مبارزه با سرطان بشه و اینا. خلاصه گویا این آقا به ایران که میرسه از شمال ایرانم وارد میشه، حالا از چه جوری اینا نمیدونم، ولی توی شمال ایران الان یه چیزی هست همه جای ایران به نام میگن خفتش کردن یا خفتگیری. این کلمه اصلا اون موقع نبود. خلاصه گویا این تو چادر میخوابیده شبا، اومدن بهش حمله کردن، چادرش و دوچرخش و وسیلش و پولش و اینا رو بردن، به قصد کشتم زدنش، یعنی بمیره مثلا. بعد شانس آورده طرفی که سرطان داره از این خفتگیری و کتککاری هم جون سالم به در برده تو بیمارستان. تو تلویزیون که نشون دادن و سارقار هم دستگیر کردن و اینا، گویا یه خانواده، گوش کنید دوستان ببینید عمق فاجعه چقدره، گویا یه خانواده‌ای رفته بیمارستان و نمیدونم شیرینی و گل و اینا. دیدید که ایرانی ها وقتی میان با چه احترامی میان، وقتی هم ازتون جدا میشن با چه فوش خار و ماده. بله ماجرای دوچرخ سوار سرطانی واقعیت داره. آره بابا نشون میداد. خلاصه اگه لینک چیزی شما دارید آقای اکبری شیرازی برامون بذارید اینجا. عکساتو میبینم خیلی، اصلا فکر میکنم شما رو میشناسم for some reason. البته یکی از دوستان گفت آقا خب هممون موقع همین شکلی بودیم، تا بزرگ میشدیم سیبیلمونو میذاشتیم و نمیدونم مثلا موها توی زمانی سعی میکردیم اگه فرم نبود فرفریش کنیم، اگرم بالاخره فر بود که همون جوری اینا، بعد یه زمانی هم عوض میشه. به مجرد اینکه اینجای سیبیلمون سفید میشه، انگار همیشه آب بینی داره ریزش میکنه، سیبیلمونو میزنیم، چند سال جوانتر میشن و الی آخر. خلاصه این آقا که در بیمارستان بوده، گویا یه خانواده ای میاد میبرتش خونهشون، حالا چه جوری درس رو نمیدونم، میاد میبره خونهشون پذیرایی و اینها، بعد با این دوست میشن، اگه اشتباه نکنم آلمانی بوده طرف، بعد میگن که ببین این پسر ما رو شما ورد و ببر آلمان.
خلاصه طرف یا نمیتونه فلان اینها، بعد میگن خب حالا که نمیتونی اینه ببری 15,000 دلار یا یورو زنگ بزن خانوادت بدن تا ما تو رو آزاد کنیم. اصلا ببینید کیدنپ یا آدم ربایی چجوری یه دفعه یه خانواده که قصدش کمک بوده تبدیل میشه به یه خانواده آدم ربا دیگه. حالا بعدش من نمیدونم چه مسائلی پیش اومده. آقای زمانیان میگن که به شاه گفتن وسائل ضد شورش کشور نیاز دارد، ناراحت شد و گفت حکومت من به این وسایل نیاز ندارد. آخه شاه انقدر نادون بود؟ شما ببینید یه مملکتی که همون موقع این همه دکتر اقبال، دکتر کوف، دکتر زهرمار دور برش بود، یه آدم بی سواد هنرپیشه. شاه هنرپیشه خوبی بود، شاه میتونست نقش بازی کنه که از همه چیز سر در میاره، ولی این دیپلم هم نگرفته بود. تا امروز یه دونه از این چه آقای ناصر انقطاع، چه دو سه نفر از همینایی که خیلی هم طرفدار پادشاهی هستن، من تو برنامه ها قشنگ اگه اشتباه نکنم آقای سهراب اخوانم گفت شاه دیپلم نتونست بگیره، شاه با مشکل برگشت ایران از اون مدرسه سوئیس بعد بماند. خلاصه یه همچین کسی بیاد همه کاره بشه. این توی مصاحبه ها میگفت 99% عاشق من هستن، اون 1% هم مال روسیه و مال این ورورن. خب کسی که یک همچین مالی خولیا یا توهم دیگه، مالی خولیایی تو مغزش باشه که همه عاشقش هستن، خب معلومه که برای اون 1%، زمین این که تو باید بری برای اون 1% هم وسائل ضد شورش را بندازی. خلاصه هرچی بود شاه اشتباه کرد و به اینجا رسید. هرچی بود شاه این بچه ها رو، این آخونده ها به اصطلاح فرزندان خلف شاه و فره هستن. این شاه از ترس روز قیامت و اینها، یا از ترس فلان از اون ور با کارتر مشروب و شامپاین و ویسکی و نمیدونم فلان میخورد، از این ور میومد میشد پیش نماز و از اون ور لحضرت رضا بره و نمیدونم اون فره چادر مشکی سر کنه، ولی عهدم ببره نمیدونم زری رو بوس کنن و فلان و اینها، بعدم توی کاخها همه این آخونده دفتر داشته باشن، اون موقع دستبوسی میکردن پول میگرفتن، بچه بودن. فکر کنید شما بچه هستید، دست باباتون رو میبوسید، عیدی میگیرید، بعد که بابا مرد حالا شده صابخونه. من نمیدونم شما به چی اعتراض دارین، شما به چی اعتراض دارین. این علی ترابی خب این انقدر مواد کشیده که دیگه عقلش دست خودش نیست، ولی خب بالاخره شیرازی دوست ما بوده، هم دوره سربازی داداش من بوده، حرفای درستی میزنه. میگه آقا زحمت کشیدن گرفتن، حالا دو دستی چسبیدن، شما برو بگیر هر غلطی خاصی بکن، کار خوب خاصی انجام بده، کار بد خاصی انجام بده. آقای چمنارا از من پرسیده آقای سوربی شما چی پیشنهاد میکنی برای آزادی ایران؟ میگم آقا این سوال شما چند بار پرسیدی، من چند بار بهت جواب دادم. اولا من کاری نیستم، شما با وجودی که من رشتم برقه، حالا آقای چمنارا هم رشتش برقه، ایش خیلی هم تجربهش بالاتر از منه چون اصلا نیروگاه میسازه و اینا، ولی از شما سوال کنی که من میخوام خونم یه سیم چراغ ساده یه پل بکشم، من بهت پیشنهاد نمیدم، چون فرق میکنه که شما تو آلمان باشی، تو انگلستان باشی، تو آمریکا باشی، تو این شهر باشی، تو اون شهر باشی. من سوادی که دارم راستت، یعنی زنگ زده مال 40 چند سال پیشه. بعد به غیر از اون شما نباید چیزایی که لایسنس میخواد، یعنی اجازه میخواد، اینجا کارهای برقی، کارهای لوله کشی اجازه میخواد. من یادم ما تو هنرستان که بودیم، هر کی میخواست مغازه الکتریکی میگفتن باز کنه، باید میمد اونجا اجازه میگیره. اونایی که الکی باز میکردن میزدن نه، ولی اونایی که میخواستن میمدن امتحانشون میکردیم، بهشون یه چیز میدادیم، این میبرد اداره کار یا هر جایی که باد میرفت یه اجازه میگرفت میزد، پروانه بهش میگفتن، پروانه کار. در هر صورت این ماجرای آقای چمنارا از اینجا شروع شد که حتما یادتونه من جمعه هفته قبل حتی تو برنامه هم ویدیوی دوستان در نخستین، بله اسماشون خیلی جالبه، همایش جمع، اسمشون اینه، جمعیت
سوسیال دموکراسی ایران، حالا من نمیدونم جمعیت از لحاظ سازمانی چی میشه به آمریکایی، چون اینا بیشترشون به نظر میاد آمریکا، آقای نقره‌کار، آقای ذوالفقاری اینا. بعد اولین نشست همایش، اولین نشست همایش جمعیت سوسیال دموکراسی ایران، نگاه کنید دوستان، اول خط که می نویسم تا اینجا، اون وقتا می گفتن اسمش یه تریلی میخواد تا بکشتش، ما هم اومدیم تبلیغشون رو گذاشتیم، دو سه روز هم پخش کردیم، برای تمام اونایی هم که اونجا بودیم گفتیم اگر هر کسی از شما مایل هست میتونه با یه مبلغ خیلی کمی هزینه کنه، ما این رو از فیسبوک و از تلویزیون مردم و از اینا پخش کنیم، که هیچ کس جواب نداد، تا اسم پول میاری همه خفه میشن. تنها کسی که جواب داد این هست، میگن میخواستیم فضولا رو بشماریم، یه نفر نوشت آقای سربی وقتی که یک چیزی به عنوان خبررسانی هست آیا بهتر نیست که شما تقاضای کمک نکنید؟ گفتم مرده که اون خبررسانی خبرش رسانده، به من که دادن، من به توی احمق و دیگران میگم اگه کسی مایل هست میتونه تو این قسمت هم چیز کنه. آقا کارمون خیلی خرابه، حالا اینایی که هنوز نفهمیدن تو آمریکا این سیستم کار میکنه، این سیستم شما میری یه جای آگهی بدی، من خودم چون تو کار بیمه بودم و اینها میدونم، مثلا آگهی میدادی به رادیو، میگو اینو اگه بخوای یه بار ما پخش کنیم، مثلا میگم 150 دلار میگیریم، ولی اگه بخوای یه بار پخش کنیم، یه بار باز پخش کنیم، فردا فلان، یه نرخی بهت میدادن که شما بیشتر تشویق بشی جاهای مختلف پخش کنی. ایرانیه هنوز بعد از 42 سال اینو یاد نگرفته که آقا اگه میخوای کاری انجام بشه باید پول خرج کنی. یادتونه یه دیوونه هست، آقایی بود، دکتر کی بود، مجی آقا فلانی، اینم فامیلش اینا من یادم میره، آقا این برادرش دکتر زیست شناس بود، هی به من التماس میکرد که این ویدیو رو نشون بده، میگفتم آقا اگه میخوای اینجا ویدیو نشون بدی این هزینه های ما از سال 2006 تا الان، یعنی 15 سال همینقدر، 50 دلار، 10 دلار، 3 دلار، 20 دلار. آقا این آقای انصاری، من بهش گفتم این ویدیو شما مثلا 2 ساعته، اگه بخوای پول 5 روز پخششو بده، من 2 روزم خودم پخش میکنم. آقای خسرو بهرامی یه ویدیویی رو از آقای فرامرز دادرس فرستاد که اینو برای من پخش کنید، منم یه مبلغی حمایت میکنم. به اونا دیگه نرخ و اینا نداریم، اون میشه همت عالی، ولی اگه کسی شعور نداره هی میفرسه آقا لطفاً اینو برای لیستتونم بفرستید، آقا اگر ایران شناسی اینو برای لیستت بفرست، آقا اگه وطن پرستی اینو بشنس، بی شرفی اگه اینو نفرستید، بی شرف باباته، بی شرف ننته، بی شرف همه کس و کارته. اینا شعور ندارن. آقا خمینی و اطرافیانش از هر راهی که شما میگید رفتن پول تهیه کردن، این فلایرهایی که اون موقع چاپ میشد، پولکوپیایی که درست میشد، پخش میشد، شبنامه این ور اون ور کار میبرد. بعد آقای چمنارا اینا بلند شدن یا زندگیای خوبی نداشتن که من نمیدونم، طرف میگه من 8 دلار تو جیبم بوده سوار هواپیما شدم رفتم ایران. آقای صادق قدزاده چون جیگولو بود با چند تا مهموندار فرانسوی دوست بود، حتی خانمش گویا فرانسوی و تو هواپیمایی کار میکرد، عقل اینا رو دزدیده بود، حتی هواپیما از ایر فرنس گرفته بودن، پولای بلیت مجانی فلان، ولی اونا میگرفتن، هی اینور اونور که میرن من نمیتونم ویدیو شما رو پخش کنم. اسم آقا یادم نی، آقای نژاد بود، کی بود، اصلا اینقدر ارزش نداشت که من حتی با آقای ذوالفقاری هم نگفتم، اینقدر بیشعوره که شما، که من اومدم 2 ساعت نشستم اینجا 150 دقیقه مزخرفات شما، من حتی به آقای ماسالی نوشتم آقای ماسالی شما اومدی توی برنامه خب چی گفتی؟ گفت آقا من خودمم نمیدونم یه جوری شد مجبور شدیم بیام، و اینقدر این برنامه بد بود، اولین نشست بعد از 7 سال تأسیس، که اصلا ویدیو رو برداشتن روی وبسایتشون هم نذاشتن. یه وبسایت آزادی و عدالت رو من مجانی به شما نشون بدم، آزادی و عدالت .com. شما خب این وبسایت رو اگه نگاه کنین معلومه اینا هم یه کسی مثل من که سنش بالان یه چیز مجانی یه دلاری دو دلاری پیدا کرده، اینو راه انداخته و یه وبسایتی که حقیقتا مثل وبلاگه،
ببینید این روزا همه جا هست. ببینید این ویدیوی این وسط خالیه. من فکر میکردم خب وقتی کسی برنامه میذاره بعد اولین شما صفحه‌شونه که واز میکنی آزادی و عدالت اجتماعی، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران. اینگاه حالا اینا انقدر خوب کار کردن کشورهای دنبالا دیگران هم اومدن دنبالشون که آقا بیا کشورهای ما رو تو خدا درست کن. اینا نوشتن فقط برای ایران، ولی اسمشون رو نگاه کنید، آزادی و عدالت اجتماعی، جمعیت سوسیال دموکراسی برای ایران. بعد آقای نقره‌کار، آقای نقره‌کار من سالها میشناسم، کتابای متعددی نوشته. ایشون هم یکی از همونایی هست که فقط دنبال مفتخوری هست. اگر مفت باشه 10 بارم بهش زنگ بزنی میاد برنامه اجرا میکنه. بله اون بله برای این بود که بله من هم جزو انقلابیون بودم. خب آقا لازم شد ما یه مصاحبه با شما داشته باشیم که ببینیم شما کی تصمیم گرفتید که جزو اون جنبش باشید. آیا این جنبش قرار بود چه چیزی رو بیاره جایگزین کنه به جای حکومت شاه و چی شد؟ چون یه سری مثل این بهبانی معتاد میگه اصلا کسی خمینی رو نمیشناخت. میگم مردک موقعی که سفینه کردن کره ما من 11 سالم بوده 1968 11 سال من صدای خمینی رو در منزل آقای وجدانی، حسن وجدانی، محمود وجدانی، صادق وجدانی، احمد وجدانی که پدرشون شوهر دختر خاله پدر من بود صدای خمینی رو من اونجا شنیدم. نوار اون موقع میداده میمده ایران، یا اگرم نوار نبوده از این نوارهایی که یادتون اگه در میرفت با تو خیابون دنبالش می... یعنی کاست تیپ نبود، نوار بود. اون وقت این آقا معتاد، عرق خور، نمیدونم فلان، این مفسره میشینن با مصداقی و فلان. شما بیا به من بگو کدوم شاخش بودی، کدوم قسمتش بودی، فدایان بودی، جبهه ملی بودی، چی بودید، چرا اینجوری شد؟ یه روز دوست دارم با آقای نیساری هم این صحبت داشته باشم. متاسفانه آقای نیساری با دوستانشون توی خطی افتادن که یه چیزی رو میان همینجوری میگن، میخونن، میرن، بعدم فکر میکنن الان این چیزی که گفتن رو هزاران نفر اثر گذاشته. من میگم گیرم که اثر گذاشت. شما به اینا نمیگید حالا که اثر گذاشت چه کار کنید. یعنی میدونید جمله خبری داریم، جمله سوالی داریم، این معلوم نیست. طرف آخرش میگه خب حالا چه کار بکنیم. آمریکایی‌ها میگن then what، بعدش ما چه کار کنیم. حالا ببینیم، خانم ساره امیری متولد سیستان و بلوچستان ایران، وزیر علوم پیشرفته امارات، رئیس شورای دانشمندان امارات و رئیس تیم اکتشاف مریخ. اکتشاف مریخ یعنی مریخ رو اینا کشف کردن یا میخوان برن اونجا یه چیزایی کشف کنن. بعدم شما فکر میکنید فقط یه ایرانی که میره یه جایی، حالا هر قدر رئیس باشه، این میتونه تاثیرگذار باشه اینقدر؟ یادتونه برای آقای فیروز نادری، این همشهری ما، چه سر و صدایی به پا شده بود؟ آقا هزاران نفر خارجی، از هندی گرفته، از اسپانیش مکزیکی گرفته، از نمیدونم کشورهای دیگه گرفته، در ناسا کار میکنن. حالا دوتا ایرانی که یکیش رفته بود نمیدونم رو کلش تراشیده بود ستاره زده بود، یکم آقای فیروز نادری که من فکر میکردم این فیروز نادری خیلی از من جوانتره، ولی مثل که موهاش رنگ میکنه و ماشاءالله به خودش میرسه از لحاظ ورزش و اینا. اینجوری اینا بله اومدن اینجا شکوفا شدن خودشون، حتی ممکنه تأثیر گذاشته باشن، ولی اینقدر تأثیر نمیذارن که یه روز داشته باشه این خانم امیره کی نمیدونه ستاره امیری بیاد بره به امیر مثلا امارات. چند تا کشورن؟ 7 تا یا 5 تا هستن. اصلا که چی؟ آقا بخشو بریم مریخ. میگه خب میخوای چیکار کنی؟ میخوایم بریم سنگ بیاریم. میگه خب آوردن. میخوایم بریم اونجا نمیدونم فلان مته بزنیم. میگه خب زدن. اصلا برای چی؟ اینا همش نمایش تبلیغ که من و شمایی که هیچ چی دیگه نداریم که بهش افتخار کنیم، هیچ چی نداریم. کوروش و داریوش و یه سری دروغ. طرف باز نوشته بود آقا کوروش، میگم آقا من بچه شیرازم، این سربازای کوروش خونهشون کجا بوده؟ مثل من دانشجو نبودن که، من که دانشجو بودم میرفتم این
با مینیبوس از دروازه اصفهان سوار می شدم می رفتم. اون موقع کاشی سعدی بود، کاشی سعدی تهران اعتراض کرد، اسمش گذاشتن کاشی حافظ، کار می کردم بعد بر می گشتم. سرباز زمان داریوش و کوروش که نمیتونستن از شیراز یا از پادگان شماره 4 مثل آقای اکبری بلندشن با دو چرخه برن مردشتم، نه تخت جمشید. خب اینا باید یه خونه‌ای زندگی داشته باشن. اون شهر کجاست؟ اون خونه کجاست؟ یه چیزی رو شروع کردن بسازن تمومم نشده، یه مسته دیگه اومده زده سوزندتش، این میرفته با اونا حمله میکرده، اون احمق میمده به اینا حمله میکرده و الی آخر. حالا اونا اونجا نشستن از رو اسکندر دارن پول میخورن. خود من رفتم یونان، برید ببینید هر خرابه‌ای میخوای وارد بشی هی بلیت بلیت، بغلش هتل، بغلش نمیدونم شب مشروب فلان. ما ایرانی‌ها زمان شاه که یه برهوت بود، حالا باز آخوندها این چیزا رو ساختن، اقلا حالا یا پولی در میارن یا فقط نمایشیه. آقا یکی بیاد بشینه صحبت کنه، یه کمی این عصبانیتمون رو بذاریم کنار. حالا طرف میگه آقا ما عصبانی هستیم یا تو عصبانی هستی. خب در صورت خانم فلانی هم خب بله، هر مملکتی که حاکمانش به فکر کشورش باشد پیشرفت، بذارید این آقای مانی خورسندی نوشته، هر مملکتی که حاکمانش به فکر کشورش باشد پیشرفت میکند. شاه به خاطر اینکه امپراتور ایران بزرگ دلش میخواست ایران پیشرفت کند، ولی حاکمان اسلامی ایران به فکر امپراتوری یک کشور بدبخت اسلامی بودند هستند. من 10 سال در دبی یا امارات زندگی کردم، فهمیدم که حاکمان امارات مخصوصا شیخ محمد حاکم فعلی دبی همیشه دنبال پیشرفت مملکتش بود. پدر همین شیخ محمد ماهی میگرفت و پاسپورت دبی میداد ولی کشورش را دوست داشت. از شاه کمک گرفتن تا مملکتشون را متمدن کنن. امروز امارات و از همه بهتر شیخ نشین دبی گل سرسبد خلیج فارس است. اینها هم مسلمانن، خمینی و خامنه‌ای هم مسلمانن. همینجا وایس. شما کی فهمیدی شاه وطن دوسته، میخواد دنبال امپراتوری باشه؟ اون موقعی که رفتی دنبالش انقلاب کنی یا بعدش متوجه شدی؟ خب اگه بعدش متوجه شدی، این شاه وطن پرست نباید به این گدگودوها میگه آقا من اول باید کشور خودم رو آباد کنم بعدن به شما. شما وامایی رو که شاه داده به سوئد و اینور اونور، پولایی رو که این فرع اینور اونور، حالا چه بابت چیزای هنری چه بابت خرجای خرج اتینا، هرچی که اتینا اصلا نمیدونم یعنی چی، میکنن دیدید چقدر بوده؟ اون وقت بیان اینقدر پول خرج کنن جشن 2500 ساله بذارن، خبرنگاره بره شمس‌آباد. آقای اکبری میدونه شمس‌آباد کجا؟ یه اون ورترش هم یه چیزی بود، استخر رو نمیدونم رستوران و اینا هم زده بودن، بره اونجا ببینه بچه ها تو فضله مرغ دارن بازی میکنن، پاپتی هن، موهاشون شپش زده، خونه ها مثل خونه های مال عصر حجره یا زمان سنگ، اینا میگن استون ایجه. نمیخوند، یه چیزی خراب بود. من نمیتونم صرفا به این دلیل که وطن پرستم برم پرش بخرم بیارم تو ایران تو جاده های مثلا گلکو. بله این سوسیال دموکرات ها را من خوب میشناسم، خوشحالم که ازت تقاضای پول نکردم. بله خیلی ممنون. نه بابا من آقای ذوالفقاری رو چندین سال میشناسم، واقعا انسان خوبیه، آدم شریفیه، آلمان درس خونده، باهاش چند بار کار کردم. میگه که بهبانی بهش میگن ماهاشر چپ، به این نام معرف شبکه دشمنان ایران. ما با آخوند کار ندارم ولی شبکه ضد ایرانی است. گفتم برای پوز دادن امپراتور بزرگ مشغول نمایش بود. خب حتی اگه مشغول نمایشم بود، شما خودت تو کار هنر هستی، شما اگه میخوای یه نمایشی بدی، درسته که نمایش باید توش مبالغه و اگزاجوریشن باشه تا بیشتر به دل بیننده بشینه، ولی باید گویای یه حقیقتی باشه. شما میای تحقیق میکنی، شما نمیتونی مثلا بخوای یه فیلمی درست کنی از زمان قاجار، بعد آدمای تو اون همه فکل کراواتی باشن. اصلا کراوات نبوده، اینا مثل عبا میپوشیدن، لباس اونجوری میپوشیدن، کفشاشون گیوه و ملکی بوده. پس میری تحقیق میکنی شاه به چه کسی ماموریت داد برن تحقیق کنن؟ شجاع‌الدین شفا که نه شجاع بود نه کسی رو شفا داد، مرتکه پدر سوخته‌ای که تاریخ ایران رو از 10,000 سال و 7,000 سال
به 2500 سال آورد و الان ما ببینیم یکیش همشهری من یه دیوانه به نام مبارز نستو. این مبارز نستو تاریخ رو می‌نویسه 2700 نمیدونم فلان. حالا شنیدم تازه کانال یک میخواد برای امسال تاریخ رو بیاره رو 2700. ببینید چه معرکه‌ای، چه بازار شیر تو شیر، خر تو خر باید بگی، چون اینا هیچ کمشون شیر نیستن، همه خرن. چه بازار خر تو خری. خب مردک، تو حتی اگه میخوای تاریخ رو عوض کنی باید مثل ما که میگیم امروز برابر است با 24 بهمن 12 فوریه، از این و یه بنچمارکی، یه لندمارکی، یه نقطه شروعی، اینجا کورنرستون میگن، خونه که میخوان بسازن چهار تا دور برش چیز میذارن، هنوز که هنوزه بعضیا این کار انجام میدن، دور چهار تا گوشه خونه شون چهار تا سنگ میذارن به عنوان علامت، یا یک میخای آهنی میزنن که کسی میاد چیز کنه. اینا باید یک کاری میکردن. آقا همه کارا غلط بود، یک دونه کار درست انجام ندادن، یعنی یه مجموعه غلطی همینجوری داشت میرفت. و این شما وقتی یه نفر رانندگی بلد نباشه یه ماشین پرقدرت بدی دستش، این تو سرزیری که میفته داغون میکنه میزنه جلو. یارم دوستی داشتیم آقای افراسیاب نصیری، میگفت من این بنزا خیلی موتورای کوچیکی داشت تو ایران، البته بارم زیاد میزدن بهش، من نمیدونم فکر نمیکنم 200 هورس پاور هم حتی بنزایی که تو ایران میفروختن قدرت داشت. الان ماشینای اینجا 700 هورس پاوره که من با رانندام شوخی میکنم میگم 700 هورس پاور و یک اولاق، یک میول اینجا بهش میگن، یک یابو. و اینا وقتی میرفتن تو سرباله اینقدر زور میزد و اینا، به سرزیری که میرسیدن ماشینه رو میذاشتن توی خلاص دنده وسط، بعد دیگه کسی نمیتونست ماشینه رو بگیره، میدونید، چون مثلا با دنده که شما بری پایین انجین تو اینا، ماشین های اینجا انجین بریک داره، اگزاست نمیدونم بریک داره، بمانه. درود کاکو. حاج محمد به انگلیس ثروتمند میلیارد میلیارد پول رایگان داد و خودش هم اعلام کرد. دیدم که آقای نیساری و دوستان مثل آقای خورسندی اینا توی فیسبوک با هم دعواشون شده. تو رو خدا نکنین این کارو، به هم بی احترامی نکنید، بذارید طرف حرف بزنه، شما هم حرفتونو بذارید، بذارید اون نظراش هر چقدرم به اصطلاح تندرو هست بگه، شما هم از این ور بگین، رادیکال از اون ور، رادیکال از اون ور، بیاد اون وسط. بابا زمان شاه دوران راهنمایی دانش آموزان با زیر شلواری میمدن سر کلاس، خدا پدرت بیامرزه. دوران راهنمایی یعنی بعد از ما، احتمالاً آقای زمانیان از ما جوان‌تره، چون تا با دو خیلی هم کار خوبی بود، یه کار درست انجام دادن. آقا بچه رو شما 6 سال توی دبستان نگه میداری، بعد از دبستان این میاد کلاس هفتم با یه سری قولای کلاس دوازه، این ناجوره. این خوبه مدرسه متوسطه که اینجا بهش میگن elementary school دبستان، بعد میگن middle school مدرسه متوسطه یا راهنمایی، و high school. این خیلی خوبه، سنا 5 سال اینجا، بعد میاد 4-5 سال 3 سال اونجا، بعد میره اونجا. در هر صورت بله، ببینید این آقا میگه آقا ما بازی شواری، حالا ما نه، ایشون نه، شاید پولدار بوده، بازی شواری میرفتن مدرسه. این جوکاری که ساختونن برای کی بود؟ گفت آقا چرا نیومدی مدرسه؟ گفت ما از در خونه معلممون رد شدیم، دیدیم شلوارشو انداختن رو بند. گفت خب شلوارشو انداختن رو بند. گفت خب ما فکر کردیم اونم مثل ما یه دونه شلوار بیشتر نداره، حالا که شلوارشو شستن دیگه مدرسه نمیاد، ما برگشتیم رفتیم خونه. خب جناب سوربی، از داریوش و کوروش و محمد رضا شاه بد گفتید و انتقاد کردی، دیدگاه و باورهای سیاسی شما چیست؟ ای آقا، آقای مسعود مالکی، شما به این دیری اومدی؟ جوکش شنیدی؟ یه تیمارستانی بود، تیمارستان میگفتنش دیوانخونه سلامی تو شیراز، ایشون از دکتر کازرونی بود، حتما دیگه فوت کرده، و این جوکو برای اونجا ساخته بودن ولی برای همه جا صدق میکنه. میگن که یک دکتر جدیدی مثل آقای مالکی آمد، ایشون تازه دکترا گرفته بود و به اصطلاح تبعیدش کرده بودن به بیمارستان تیمارستان سلامی، و دید که اینا دیوونه ها صبح که بلند میشن میرن صبحونه میخورن، بعد تو این راه رو که میرن میان یه جایی یه سوراخه، هی اینجوری وای میسن نگاه میکنن تو این سوراخه، نفر پشتی میزنه بهش برو آقا دیگه بس، اون دومی نگاه میکنه،
این دکتره گفت که تو این سوراخه چیه، منم برم نگاه کنم. تو صف وایساد، اومد روز اول نگاه کرد، هرچی اینجوری کرد نشد. این چشش رو بس، اینا دیدی با تیراندازی روز اول میری اشتباه میکنی، این چشش رو میبندی با این میخوای، بالاخره یاد میگیری. گفت شاید درست نمیبندم. دو سه روز وایساد، هیچ طوری نشد. بعد یه روزی پشت سری گفت آقا برو دیگه نگاه میکنی این همه. گفت که خب من سه روز اومدم نگاه میکنم، چیزی نمیبینم تو این سوراخ. دیوونه یه نگاش کرد، گفت که خب من چندین ساله تو این سوراخ نگاه میکنم، چیزی نمیبینم. حالا شما آقای مالکی الان از راه رسیدی، تا من اسم شاو و داریوش و کوروش آوردم عصبی شدی، میخوای نظرات منو. آقا برگرد اول برنامه، من بهت گفتم من در درس سیاسی خوندم، نه شاه نادان و اطرافیانش یک کلاس گذاشته بود به نام مثلا کلاس حکومت یا هر چیزی که، یک کلاس گذاشته بود به نام انقلاب سفید. از کلاس نهم ما اینو میخوندیم، بعدم هی 6 ماده شد 12 تا، 12 تا شد 18 تا، ما تو دلمون فوش میدادیم، میگفتیم حالا لابد تا موقعی میخوام دیپلم بگیریم، اینم شده 104 ماده. که انقلاب سفیدش هم یه چیز تکراری کپی چی میگن، این کندی بهش گفته بود. شما یه روز بیا اینجا به من بگو سوربی، تو که از داریوش میگی داریوش چنین و چنان، اولا شما به من بگو ما چند داریوش داشتیم، اینا از چه سالی تا چه سالی، تو کدوم تاریخ نوشته شده، بعدن با هم صحبت میکنیم. بعدم من از رضا شاه بد نگفتم، از محمد رضا شاه بد نگفتم، من حقیقتو گفتم. شما انقدر تعصب داری مثل حزب اللهی که اگه بهش میگی آقا اگه خدا هست، خدا هست یا نیست، میگه بله. میگم پوفیوز، من با خدا معامله میکنم، تو شدی وکیل خدا، برو دنبال کارت، برو خرتو برون. من دارم اینو به شما میگم، شما مثل حزب الله عصبانی میشی. عصبانی نشو، آمریکایی میگه کام داون، ریلکس، خون سرد باش، بشین یه لیوان عرق شاتره بخور، اون وقت با هم صحبت کنیم. آقا شما همین سوال کوچولویی که من از کردم شما از خودت بپرس. یه نفر آمده میگن این آدم خیلی عادل بوده، به زنای حامله حقوق میداده. خیلی جالبه ها، 2500 سال پیش تو مملکت ما زنای حامله باید میرفتن سر کار، ولی شاه خوب بوده بهش حقوق میداده. اون وقت روی گلی هم به نام استوانه کوروش اینا رو مینوشته، حسابداری هم داشتن، این خشتای هست اونجا. یه نفر اومده همینجور با جارو خط کشیده، میگن بله اینا حسابداری کوروش و داریوش بوده. بعد این آدم چیز برای خودش یه چنین قصری درست میکنه، نمیدونم قسمت آپادانا، قسمت مهمانان، پلش عکس میذاره که شما میخوای بیای اینجا باید به من باج بدی، ولی سربازاش، مردم اون شهر، کاسب، کسبه، یه شهر وجود نداره. آخه آقای مالکی، شما مالکی عزیزم. خب مسعود مالکی رو خوندیم. ارچی شیخی میگه دو مطلب باعث پیشرفت، البته با این شیوه پیشرفت کشورهای حاشیه خلیج فارس شدن. آقا این پیشرفت اینا، شما 3-4 سال پیش یادتونه دبی هرچی ایرانی بود ماشینا رو بردن پارک کردن تو فرودگاه فرار کردن. گفتیم آقا خب قسط نداری چرا فرار میکنی؟ گفت آقا اینجا قسط ماشینتو ندی میندازنت زندان. یادتونه به چه موزلی برخورد کرد دبی؟ دبی که رفته نمیدونم اسکی درست کرده، برف آورده، فلان اینا. اینا رو اون جایی که پولای اینا رو میگیرن اینا رو میدن، اینا رو دلخوش میکنن. و الا خب آقا تو نداری نداشته باش، بلند شو برو سوئد، برو سوئیس برف بازی کن، ولی ملت تو، کشور تو بساز. حالا این شیرازی ها میگن هنونوی کردی، یعنی شاخ قول رو شکندی، یا یه چیز دیگه قولم میگن شکندی. در هر صورت باز برگردیم به اون آقای دوچرخ سواری که 15,000 یورو خانواده اش میخواسته بنده. آقای ارچی شیخی، ایران هم نفت داره، هزاران معدن داره، ولی حاکم فهمیده نداره. کسی هست که روی کاغذی نوشته باشه که ما از اولین روزی که نفت پیدا شد در ایران و
فروختیم سالی چند درآمدمون بوده، این درآمدات چجوری خرج شده. چون یه سریش میگن آقا رضا برده، رضا قلو، یه سریشو محمد رضا و اطرافیانش اونجوری چیز کردن. من به نوبه خودم از خودم میپرسم آقا اون روزی 30 تا 1 تومانی که شاه به من بابت نفت میداد حالا گیرم نمیاد؟ حالا حتما میگی به این سربی روز 30 تومن پول نفت میدادن؟ نه آقا مسخرت کردم، مگه زمان شاه به ما پول نفت میدادن؟ طرف اومد گفت آقا در عوض به امون تو مدرسه شیر میدادن. گفتم والا به ما ندادن، بلا به ما ندادن، حالا یا مدیرمون خورده یا معلم برده، نمیدونم. به امونم گفتن یه لیوانی بخرین، یه لیوان 5 زاری خریدیم، مثل پرچمم بود، سبز و سفید و قرمز، 3 تا پلاستیک خوش که اگه تازه باز بستش میکردی فکر کنم همون هفته اول میشکست، یه چیز مزخرفی بود. این لیوانم هم میذاشتیم تو جیبمون، دیگه بعدم نمیتونستیم دعوا کنیم، میترسیدیم این لیوانه بشکنه. هی رفتیم اومدیم، نه ماسمون دادن، نه دوغمون دادن، نه شیرمون دادن. ولی دوستم آقای هادی نیازمند بهش نون سنگک و خرما میدادن، عصرا میورد تو کوچه ما میخوردیم، چون اونجا فوتبال و والیبال تو کوچه تنوره بوغیریا. بابا دیگه وقتی دارم آدرس میدم اسم میدم، ولی یه دوستی اومده بود آقای اسمشم فکر کنم اکبر گلپا بود، گفت آقا تو گلپایگانی یا گلپا یه چیزی به ما زور 2 تا سیخ کباب میدادن. گفتم حالا بگذاریم سیخای کباب شدن اینقدر، ولی اون وقتا سیخ کباب اینقدر بود، به توی دانش آموز اگه 2 تا سیخ کباب میدادن بعدش دیگه تو مدرسه باید یه دوشکم مینداختن بخوابی. چون همین الان اتفاقا یه برنامه دیدم به فرمایید شام، یه همشهری ما رو کازرون شرکت کرده بود، به مهمونا کباب کوبیده داد، بعد گفت کباب کوبیده خوب اینه که شما بعدش هی آب میطلبه. گفتم خب قربونت برم، هر چیز چربی و شورش هم بکنی بدی به ملت مجبورن بعدش آب بخورن. چون یکی از مهمونا گفت آب داری؟ اومد تو رو آشپزخونه گفت که نگاه کنید این به فرمایید شام ذات حقیقی ما ایرانی ها رو نشون میده، که اون جلو به همدیگه میگن نه همه چی خوب بود، تو اتاقه که میان میگی شور بود، بی نمک بود. بعد اون طغرل آره اسمش امیده میگه آره میدونم میخوای نمره کم بدی داری جاده رو صاف میکنی. برگردیم به این سوشال دموکرات ها. آقای مالکی شما این عکسه نمیدونم مال خودت یا نه، ولی اگر دوست داشته باشی یه روز مهمون من باش، من 1 ساعت برنامه مجانی در اختیارت میذارم تا شما بیای از کارهای نیک داریوش، کوروش، محمد رضا صحبت کنی، به یه شرط، شما 5 دقیقه صحبت کنی، من 3 دقیقه، 5 دقیقه، 3 دقیقه. یه کسی این 60 دقیقه برنامه رو تقسیم کنه بر 5 و 3، ببینه عددی از توش در میاد. نه 4 دقیقه شما صحبت کن، 2 دقیقه من، میشه 6، 10 تا 6 دقیقه، 60 دقیقه یک گفت و شنود دوستانه داشته باشی، که هم شما کوروش رو بشناسی، اگه میری خال میکوبی اینجا پشت گردنت خال میکوبی، اون خالکوبی ها رو یک کسی پیدا کنه لینکشو بفرسته. پسر عکس کوروش رو نمیدونم فرابهر گذاشته، زیرش هم عکس حضرت علی رو خالکوبی کرده. نمیفهمیم، شعور نداریم، احساساتی میشیم، بر اساس اون احساسات تصمیم میگیریم. اون آقای دانیالی که بلند میشه از کالیفرنیا به خاطر اینکه ترامپ شارلاتان بهش گفته میاد اینجا، احتمالاً الانم توی سوراخی قایم شده، بعدم ترامپ میگه بریم مجلسو بگیریم، ما باید به اینا نشون بدیم، راه میافتن میرن میزنن، افسر پلیس کشته میشه، 4 نفر دیگه کشته میشن، این احساساتی شده. اینا رو واقعا تو دادگاه باید به عنوان بگن اینا جنون لحظه‌ای گرفتن، و این هست. شما یه وقت با یه نفر دعوات میشه، جنون لحظه‌ای میگیری و میزنی طرف رو میکشی، چون شما صبح که از خواب بلند شدی داشتی میرفتی سر کار، نمیخواستی که طرف رو بکشی. که اینه، بیا با هم صحبت کنی. خب خیلی ممنون دوستان عزیز. ساعت من یکی از لنزام جدیده، اونایی که میشناسن برنامه من، من سالهاست عینک میزدم، هم برای دوربین، هم برای نزدیک بین، هم برای کامپیوتر، 1 و 2 و 3 طبقه بود. دیگه خسته شدم، اینجا من استخونه جای چیز تا عینک رو میذاشتم سردرد میگرفتم، فشار میمد. دوباره برگشتیم لنز گذاشتیم، لنزم ای کاش از روز اول سختیشو قبول کرده بودم، خیلی راحته دوستان. مخصوصا اگر لنزای یه روزه بگیرید که میندازید دور، این لنزا اینا میگه برای 1 ماه
دروغ میگن، غلط میکنن. یه ما امکان نداره شما اینو هی بذاری تو چشمت، شب بذاریش تو اون مواد، فردا صبح بشوریش دوباره بذاری تو چشمت. اینا رو من وقتی استفاده میکنم یه هفته، ولی این لنزای ارزون که هابل، همون مال اون چیه، اون ماهواره نه، چیه اون دوربینایی که کرات دیگر رو نگاه میکنن، تلسکوپ، هابل تلسکوپ، که حالا هابل هم لابد اسم یه دانشمندیه، این یه شرکتیه، دوتا جوون شروع کردن، لنزا رو خیلی ارزون، میشه روزی یه دلار، روزی یه دلار من به جایی که کافه قهوه برم از چه استارباکس بخورم، قهوه‌مو خودم اینجا تو خونه درست میکنم، یا ماکسیموم از 7-11 میخرم، یه دلار خورده، دو دلار، چهار دلار، پنج دلار نمیدم، اون یه دلار رو خرج چشمم میکنم، چشم هم یه دونه رو دارم. و اینجوری هم خوبه دیگه، شما صبح میذاری، شب که میخوای بخوابی درش میاری میندازیش دور. به نظر من اینه. حالا اینه که گفتم منتظر لنزای جدیدم هستم به خاطر وضعیت پست، همین پستی که ترامپ این پدر سوخته ها برای همین رای گیری یه سری به پست خونه هم آسیب زد. یعنی اون ضرب المثلی که ما میگیم یه دیوانه ای سنگی در چاه میندازه که هزار تا عاقل نمیتونن درش بیارن، واقعا درسته. حالا تا چند سال دیگه باید بگذره تا ما ببینیم اینا چه ضررایی به این مملکت زدن. اون وقت اون روز دیدم یه خانمی تو تلویزیون ایرانی میگفت ترامپ 20 روز رفته ولی این دموکرات ها هنوز دنبال اینن که محاکمش کنن. پسر من تو آلمان پاش خورد تو چیه سگ. خب نه سگ اونجا بود نه این بود، ولی سوار قطار شدیم تا دو روز هی بومی من. ما نمیفهمیدیم این چیه انقدر بومیده. ترامپ هم مثل همون گوه سگه که پات خورده توش، حالا هی داریم این ور اون ور میریم. اگه کسی طرفدار ترامپه، در دوره 4 سالش که هیچ کنتون جرئت نکردیم بیان جلو بگین، خجالت میکشین، حالا که رفته بیان بگین چرا طرفدارش بودین، آیا هنوز هم طرفدارشین، یا حالا که همتون انداخت زیر اتوبوس و رفت فهمیدین که این آدم واقعا شارلاتان بوده و ماها درست میگفتیم. بماند. خب درباره اولین نشست همایش جمعیت سوشال دموکراسی، همین بس که خودشون فهمیدن چقدر بد بوده برنامه که حتی ویدیوش هم نیذاشتن. این هم از این ماجرا. فیرفاکس کانتی، فیرفاکس کانتی، اوکی. و نه فقط همایش سوشال دموکراتی و نمیدونم آقای نقره‌کار و آقای ذوالفقاری و آقای ماسالی، یک خانمی هست که یکی دو بارم مهمون برنامه ما بودن به نام شیوا محبوبی، بسیار زحمت هم میکشن اینا. ولی آقا خانم، شما اگه زحمت میکشی بیل میزنی، اگه بلد نباشی این زمین رو که میخوای بکنی یک ساعت آب بریز روش بذار خیس بشه بعدن بکنی، زحمت بی خود کشیدی. از یه کسی که بلده این کارو بکنی. یه روزی من و داداش کوچیکترم میخواستیم یه جایی رو بکنیم، یه لوله آب بکشیم، کلنگ آوردیم، بیل آوردیم، اون میزد من میریختم، اون میزد من میریختم. یه همسایه داشتیم، فکر کنم همسایه‌مون هم مال کازرون بود، گفت شما داری چی میکنی؟ گفتیم که میخوامی. گفت زمین خشک میکنی؟ گفتیم چیکارش کنی؟ گفت آقا این دو ساعت آب بریز توش، برو استراحت کن، برگرد ببین چی میشه، کلنگ هم نمیخواد. ببین یه چی به این سادگی که امروز که من میگم به حماقت خودم میخنده میکنم، ولی باید کاردان باشه. خانم شیوا محبوبی یه چی برای من فرستاد، همین ماجرا براشون نوشتم، اگه میخواین اینو چی. سه روز بعد از جلسه که برگزار شده بود برای من نوشت که ببخشید من خیلی گرفتارم، الان این ایمیل رو دیدم. براشون نوشتم خانم محبوبی شما یه جواب اتوماتیک درست کنید. بارها من تو برنامه گفتم اگه یه روزی نتونم به همه جواب بدم، به دروغ نمیام بگم آقا من این همین گرینگو میگه من 4 میلیارد ایمیل گرفتم. مسخره میکنه، تلویزیونای دیگر رو مسخره میکنه که من هزاران ایمیل گرفتم، حالا دوتاشو ببینید. من و تو میگه ما هزاران ایمیل گرفتیم، دوتاشو به شما نشون میده. اینا 4 تا گرفتن ماکسیمو، دوتاش فوش بوده، اون دوتای دیگر رو نشون میده. بمانه. بعد میگم خانم محبوبی برای مردم بنویسید که من به خاطر اینکه ایمیلای زیادی دریافت میکنم نمیتونم سریع پاسخ بدم، اگه یه چیز واجبی هست مثلا به من تلفن بزنید.
به من تکس بفرستید. یه چیزی باید اگه نمیرسید باید یه دوستی پیدا کنی اون کارا رو انجام بده. اگه شما تو انگلستان بین ایرانیا نمیتونی یه دوستی پیدا کنی که ایمیلاتو جواب بده یا بهش اطمینان کنی که ایمیلتو بدی دستش، خب شما میخوای بری ایران چه کار کنی؟ این سوال از این عطابکی کردم، گفتم آقا شما امروز رئیس جمهور، سالها پیش که داور میخواست منو خر کنه بگم من میخوام بشم رئیس جمهور، گفتم آقا برو دنبال کارت. این عطابکی رو گیر آورد، این بنده خودم ساده، گفت من میخوام بشم رئیس جمهور. گفتم آقا امشب شدی رئیس جمهور، فردا صبح میخوای چیکار کنی؟ نخست وزیرت کیه؟ وزارت کیه؟ گفت آگهی استخدام میزنم. خیلی هم جدی ها، گفت آگهی استخدام میزنم. گفتم خب این همه آدم میان اپلای میکنن، کی میخواد مصاحبه کنه؟ بعد چجوری تشخیص میدی؟ من میخواستم این بگه دوستام هستن، کسایی فامیلم هست، بگم خب بفرما شما هم دوستات و فامیلتو میاری، شما یه کاری بشی آقای اکبری، پس فردا اگه بخوای یه کسی رو بذاری مسئول پادگان شماره 4 تو فامیلتون نگاه میکنی ببینی کی استوار بوده، ارتشی بوده، میار میگی اینو بذاریم 4 روز تا یکی پیدا بشه. پس این معمولیه، ولی اگه میدونی این دوزه آوردیش اون وقت اشکال داره. همین کاری که اشکال روحانی، اشکال احمدی نژاد، اینا همشون این بوده که میدونن این آدم بده ولی بازم میارنش. ساعت 3:07 دقیقاً 23 دقیقه دیگه میریم سراغ آقای امیر حسین لادن، بلکه یه چیزی یاد بگیریم از برنامه من که شما چیزی یاد نمیگیرین. برنامه من مثل نگاه کردن دیوونه ها در سوراخ تاریکه. آقای مالکی اومده میگه دیدگاه و باورهای سیاسی شما چیست؟ به باور سیاسی من آقای مسعود مالکی، مثل شمیرانی هم بشینم، ما باید امروز ایران را آزاد کنیم، فردا هم دنیا را آزاد کنیم. اه خب اینو که خمینی هم همینو گفت، تو چیکار دنیا داری آقا؟ برو، بنده نه باور سیاسی دارم نه به ما اجازه دادن باور سیاسی داشته باشیم. حالا اومدیم تو هر کشوری، هر کدومون تو هر کشوری هستیم معمولا میگیم همین کشوره بهترین سیستم داره. آمریکا که گندش بالا اومد، من فکر نمیکنم این آمریکا به 300 سالگی برسه. اینجوری که دختر ترامپو ترامپ اگه امروز تبرئه بشه ببینید چه خواهد کرد. نگاه نکنید الان ساکت شده چون توییترش رو قطع کردن. اگه امروز فرد قرار شنبه دیگه تا دوشنبه تموم بشه تبرئه بشه، او اول بدبختی آمریکا و لشکرکشی و جنگ داخلی اولشه. و نداشتیم 17 نفر سناتور با غیرت نداشتیم، ولی همش غیرت نیست. امروز تو خبر اینجا نوشته بود که انگلیسیش نوشته بود یه جایی، آهان، some GOP senators worried about personal safety، میگه بعضی از سناتورای جمهوری خواه نگران سلامتیشون هستن، سلامتی نه حال بهداشت و فلان، یعنی نکشنشون. میگه اون خری که اومده میره پلیس چیه میزنه میکشه. خب حالا اگه رای گیری مخفیانه بود، قولتون میدادم همین لینزی گرام، همین تد کروز، همونای دیگه، شما باورت میشه اینا قرار به عنوان هیئت منصفه امروز فردا رای بدن؟ احمقا دیروز بلند شدن رفتن پهلو وکیل ترامپ. کدوم دادگاه، حالا چه دادگاه سیاسی باشه چه دادگاه جنایی باشه، کدوم دادگاه شما دیدی که هیئت منصفه بره با وکیل مدافع، میگن دیگه اون کسی که آوردن، با مجرم به اصطلاح صحبت کنه؟ اینا رو دیدی حتی تو اتاق نگه میدارن، نهار شامشون میارن، با خانوادهشون تلفنی نمیتونن صحبت کنن چون ممکنه تحت تاثیر تلفن برادرش قرار بگیره، نظرات اون رو این چیز کنه. و این احمقا بلند شدن قبل. میدونید اینه که سیستم آمریکا یه جایش اشکال داشته و الان اون اشکاله سر برآورده و طرف میگه ما نگران نیستیم که ترامپ اینجوری، نگران این هستیم که حالا بعدش چی میشه، باشیم ببینیم چی میشه. خب ترامپ تول نریده نذاشته. شیرازی ها به تپه میگن تول، بعضی ها تلم میگفتن، ولی نمیدونم یه تل مثلا آشغال اونجا، حالا یا تول یا تل. تول نریده نذاشته یعنی این اسهال داشته، هر جا رفته گند زده.
حالا که شما میخوای راه بری باید مواظب باشی پاد نخوره توش. خب اینم از این ماجرا. ماجرای دزدی از دوچرخ سوار سرطانی و 15,000 دلار یا یورو اخاذی. و اما یه ضرب المثلی هست که میگه شما سرنخ ماجرا رو بگیر و برو جلو. اینو کسی میدونه از کجا اومده؟ اگه نمیدونید من یه داستانی میگم جالبه. توی تهران یکی میاد در مغازش رو باز میکنه، میبینه چرخ خیاطیش و پارچه ها و اینا رو بردن. بعد به کلانتری زنگ میزنه، کلانتری که میاد نگاه میکنن میبینن که یه نخی، این نخای چیز بود، چی بهش میگفتن، ماسوره، نه نخای بزرگ، اونا که نمیرفتن مثل من و شما قرقره کوچولو بخرن، قرقره های بزرگ میخرن، قرقره نبود، یه چیز دوک یه دوکی بود، اینجوری هرمی بود. میبینن یه نخی رفته همین جوری دور این دنبال این نخو میگیرن، میره توی خونه ای، در خونه رو میزنن، میگن آقا این چرخیاتی، این آقای فلانی، میگه بله ایشون دزدیده آورده اینجا. بعد طرف همین گیرینگو میگه آخه لام از سبا، اگه دزدی میکنید اقلا از همسایتون، در همسایه ها ندزدید که خونتون انقدر نزدیک باشه که این نخه تموم نشه. گویا این چرخ خیاطی رو که ورداشته ببره، این دوکش یا اون نخش قرقرش افتاده و این همینجور رفته، این نخه تا اونجا بوده. بعد پلیس خندش گرفته بود، میگفت ما همیشه میگیم سرنخو میگیریم میریم، ولی این دفعه واقعا سرنخو گرفتیم و سرنخ رو گرفتن و از مغازه خیاطی که دزدی شده بود رسیدن به خونه دزد. میگه که آقای سوربی، صحبت کردن فواد پاشایی و رکسانا گنجی با حاله، باز شمیرانی بهتره. فواد پاشایی، من اگه اینجا دوتا، شما میگین تیله، ما تو شیراز میگیم گلوله، این گلوله بازی، این چیزایی که بازی میکردیم اینجوری، نوعای مختلف هم بلد بودیم، بزنیم بپرونیم اینجوری کنیم فلانا، هر وقت میخواییم مثل فواد پاشایی صحبت کنیم، دوتا گلوله تمیز بنداز تو دهنت، یا دوتا بادام که تو دهنت صحبت میکنم، این میشه فواد پاشایی. حالا جالبه، همجوری که معلم فارسی ما آقای شایق بود که به خودی میگو خلی، اینم فواد پاشایی هم، اون معلم فارسی و ادبیات و انشا و املا و اینا بود، اینم سخنگوی حزب مشروط خواهانه، این پاشایی. ولی گنجی رو براتون بگم، این رکسانا گنجی یک زنکه بیکار و بیاری، سالها مفت خورده و گشته، بعدم از پولی که بابا شکایت کرده نمیدونم از ایران گرفتن و اینا، این میگه واقعا من یه آپارتمان گیرم بودم، واقعا من دخترو به این زکی نایدم. واقعا خانمای ایرانی یک از یک از هم زیباتر. حالا ما مردا دماغ گنده، چک پوز کج موج، هر چی بگن مردیم، مردم ببخشید اون وقتا میگفتن باید زشت باشه، ولی من زن به این زشتی ندیدم. آقای کلام همایون، این بدبخت شده آبر بانک شهرام همایون، شهرام همایون هی میاد میگه نه من غریبم، فوری این 200 دلار 100 دلار براش میفرسته، پولای مردمه. خیلی ممنون، متشکرم. آقای زمانیان اذیت نکن، ما به اندازه کافی دشمن داریم، نکن. اوکی، من به نوام که حالا داره میشه 3 سالش، پسره، یه دو بار هی گفتم بچه نکن. حالا پدر سوخته وقتی من میخوام یک کاری انجام بدم میگه بابا بوش نکن، بابا بزرگو میگه بابا بوش، میگه بابا بوش نکن. یعنی حالا به شما میگم نکن یادم میفته دیگه، اینا هم شدن جزء زندگی ما. دروغ نگین، ویدیو پیام کاووسی. من اینو بهتون نشون بدم، بعضی ویدیوها که میاد مینویسم، بعد که میخوام برم پیداش کنم متاسفانه به مشکل برمیخوره، چون خیلی ویدیو اومده یا فوریه برای دلیلی اون ویدیو حذف شده. حالا آقای کاووسی که دلیلاش دو سه تا، چون دو سه تا صفحه کاووسی داره، هر کسی این کلیپ را ساخت فلان، این هم نمیدونم کدومش بود، باید دفعه دیگه بگم که کدومش بوده. یه ویدیوی هست، بذارید ببینم، مال این پسره، نه نه، این یه بچه، یه من بچه ها رو وقت تو ویدیو استفاده میکنن خیلی چی نیستم،
خب دیدید من الان با وجود که 3 تا نوه دارم ولی هیچ وقت نمیارم بگن این کارو بکن اون کارو بکن. یه روزی اون اوائل اون نوه‌ام که الان 5 سالش داره میشه، میتونم بگم همون موقعی که راه افتاده بود، این از تو اون اتاق اومد دنبال سگی که دارن، اومد اونجا که من ولش داشتم. والا همین بچه ها رو دوستان به خاطر عقدایی که کارهایی که خودتون دوست داشتید و نتونستید انجام بدید، عاشق ویالون بودین، عاشق پیانو بودین، عاشق ورزش بودین، بچه ها رو شکنجه ندین. بذارین بچه ها بچه باشن، از بچگیشون استفاده کنن، بازی کنن با هم سن و سالاشون. سعی نکنید اینا رو فکل کراوات بزنید، نمیدونم، سعی نکنید تو مهمونی ها هی اینجوری حتما اینو بگو حتما اونو بگو، بذارید آزاد باشن. استفاده از بچه ها بسیار غلط است. دمت گم آقای شایر خطاتا خطات، نمیدونم اونی که من میگم یه چاقی بود، عینکی بود، چشم کج بود، سیبیل بوری داشت، نه اون نبود. بعد خطات ما آقای پیروی بود، معلم نقاشیمون یه آقای پیرمردی بود یادم نیست، ولی بله من هم مشکل دارم با این استفاده از بچه ها. آقای شایق فامیلی بزرگی بودن توی شیراز، ولی این همیشه طرف های بعد از ظهر، من یادم این معلم کلاس هفتم هشتم نهم ما بود، طرف های بعد از ظهر که خوابش میگرفت و هم میگفت ما اینقدر زحمت میکشیم قربون این عمله ها، میرن صبح 4 تا آجر میندازن بالا، بعد ظهر میرن نونماز میخورن، کاسای ماسی رو برعکس میکنن، سرشونو میذارن یه چرت. میخواست بگی من باید یه چرتی بزنم، بعدم میشنسم اینجوری چرت میزن. فکر نمیکنم این هنر خطاطی داشت. این فارسی هم که بهتون گفتم ماجرای نمره 19 و 20. خب این خورسندی، آقای خورسندی چی نوشتی؟ آرای من نمیدونم یعنی چی. استفاده از بچه ها بسیار نمیفهمم. اینم از این آقای صحبت. اوکی اون از اون، اون از اون، مرسی. دارم دنبال این میگردم، بذار یه کاووسی دیگر پیدا کنم که اینجوری نباشه. سعید کاووسی، کاش که اصلا ویدیوها رو خودم آورده بودم دانلود کرده بودم توی برنامه. بله اینم خط بزنم. بله آهان، یه فیلمی هم هست از شعبون بیمخ پخش شده، اونم خیلی جالبه. به خاطر همین 22 اینا میگه، میگن شعبون بیمخ با اسلحه میرفت این ور و آقا من تا روز 28 مرداد تو زندان بودم، بعد ما رو آزاد کردن، گفتن برو مادرتو ببین، گفتم که نه من ماموریتم اینه که برم به مردم. آقا یکی به این پدر سوخته، من سال 2003 یا 2004 قبل از یکی دو سال قبل از اینکه بمیره تو کالیفرنیا دیدمش، حتی بهش دست ندادم، که بعد این لاتولوتای همراهش نوچه‌هاش ناراحت شده بودن. یکی به این شعبون بیمخ و اونایی که هنوز قبول ندارن شعبون بیمخ رو از زندان آوردن بیرون که این بره جندمنده ها رو برداره و لاتولوتا رو برداره و تاج شاه رو نجات بده و این کار رو کرد و پولم در آورد. اولا این مردک میگه که من گفتم نه، به جای اینکه برم خونه مادرم ببینم بهتره برم ماموریتم انجام بدم. آخه یکی بهش بگه تو چه گوهی بودی، چه مقامی داشتی و کی به تو ماموریت داد؟ این یک. بعد میگه که نه من هیچ که بهم پول نداد. بعد همین شعبون بیمخی که میگن من 21 میلیون تومان خرج باشگاه کردم. آقای میبودی غیرتت کجاست؟ شرفت کجاست که بهش بگی پوفیوز 21 میلیون تومان اون زمان تو از کجا آوردی که اون باشگاه رو؟ من باشگاه شعبون بیمخ تو ایران توی تهران، همین پسر دایی بابام آقای محمد باقر سربی ما رو برده بود، دیده بودم که یه جای قشنگی هم بود نمایش میدادن و اینها. ولی آقای میبودی واقعا این پولی که شما در میارین، من نمیخوام بگم میشه چرک و نمیدونم تاول و نمیدونم کورک و، ولی خجالت بکشید. خب حالا شما افتخارتون اینه که ساعت رولکس نمیدونم از اشرف گرفتید، بدبختا این ساعت ها رو چیکار میکنید؟ میبندید پایین کفنتون؟ مگه این فوتبالیست 40 چند ساله نبود مرد؟ برگردیم سراغ این فوتبالیسته آقای انصاریان. آقا این علی انصاریان یه لاتی بوده در حد خود نمونه، ماشین رو بهش میدن که بره مثل تبلیغ باشه که این سوار میشه، ماشین رو میبره قایم میکنه میره میفروشه، بعد میاد با افتخارم تو شو آقای مهران مدیری میگه. بعد فوتبالیست بوده، موقعی که میخواد قرارداد ببنده به جای یه تیم با 5 تا تیم مختلف
قرارداد میبنده، پولاشون هم میگیره، پیش قصه‌هاشون رو میره میخوره. وقتی اونا شکایت میکنن میگه من ندارم پول، یکیشون رو میتونه فقط پس بده. یه همچی آدمی که حتی اون زندگی با مادرش هم زیر سواله تو ایران مرده، بعد اون خانمه دیگه میاد واکسن بخرید. آقا پوفیوز، اگه واکسن هم بخرن به تو که نمیرسه. من 65 ساله هنوز واکسن ندارم. تازه آقای دکتر فاوچی میگه از ماه اپریل، الان فوریان، مارچ هم فراموش کن، از ماه اپریل ممکنه ما بتونیم واکسن بیاریم که هر کسی بتونه بره بزنه. و تازه مثل شما ما ناز نمی کنیم. من واکسن روسی نمیزنم، مرغ خروسی نمیزنم. برید آقا خجالت بکشید. مشکلات ایران اینا نیست. مشکلات ایران اتفاقا من و شما هستیم. من و شمایی هستیم که فکر کردیم شاه بده، رفتیم عوضش کردیم، ندونستیم جاش چی بیاریم. من و شمایی هستیم که الان میخواییم اینا رو عوض کنیم، نمیدونیم جاش چی میخواییم بیاریم. باز بیاین صحبت کنیم. عجب روزگار، فوت شعبان بیمخ 28 مو، بله عجب روزگاری، فوتش بینو. برای تشویق بچه ها اونها را در اینترنت تبلیغ میکنن که بسیار زشت است. در مدرسه باید جلو بقیه بچه ها تشویق بشه، نه در اینترنت. به کی میخوان پوز بدن؟ به کسانی که حسرت داشتن بچه را دارن. ببخشید نمیخوام بگم خدای نکرده اینا یه کاری میکنن که بعد یه سری احمق و نادون برن بچه هاشونو بدزدن، بچه هاشونو بردارن به عنوان گروگان فلان اینا. ولی واقعا نمیدونم کجا داریم میریم. یه جای نگران کننده ای هست. ساعت 3:22 است دوستان. این نتونستم ویدیوی آقای کاووسی رو پیدا کنم. کاووسی تقصیر توه که دو تا وبسایت داری و هر کسی این کلیپ رو ساخت باید. یک کلیپ خیلی قشنگی با لهجه شیرازی درست کردن، من اینو بهتون نشون میدم. بذارید این جالبه. یک لحظه اجازه بدین کامرای دو رو براتون بیارم به جای اون. حتما دیدید اگر روی فیسبوک اینها بودید، ولی اونچنان رونق اقتصادی ایجاد بکنه و اونچنان مردم رو از لحاظ درآمد سرشار بتونن در اختیارشون قرار بگیره. اصلا به این 45,000 تومان خودشون نیاز نداشته باشن. نباید بگذاریم سفره مردم دوباره کوچک شود. ما میتوانیم با برنامه‌هایی که تهیه کردیم مثال مشکلات کشور را حل بکنیم. مشکلات بزرگی حل کردیم، ثبات به اقتصاد ایران برگردوندیم. مگه یادتون میرفت لحظه ای نرخ ارز عوض میشد، نرخ لحظه ای قیمت کالا عوض میشد؟ اصلا مگه سرمایه گذار میتوانست برای تولید و برای سرمایه گذاری فکر بکنه؟ مردم باید دقت بکنن که چقدر حرفایی که کاندیدها برای حل مسائل کشور میزنه حرفای واقعی است، چقدر شعارهای فریبنده است. و سال آینده درآمد ارزی ما حتما از امسال انشاءالله بیشتر خواهد. این که علاوه برکت الله، ولی اگه اینجوریه چرا دلار 4,750 تومان؟ اولا دلار 4,750 تومان نیست. حالا وسط این دعوا شما نرخ تعیین نکنید، خیلی پایین تر از این هست. شیخ حسن با تو گل من، وضع مملکت با حاله، سکه رفت بالا و بالا، جوونه همش میناله. شیخ حسن وقتی میخندی یه دروغی تو چشاته، من بگو بلکه بدونم کلیدت هنوز باهاته. شیخ حسن یه سری به بازار بزن، ببین جارا به خدا قیمتا دست کیه. دلارو برای بالا رفت، خودت هم نمیدونی که چرا، نمیدونی که چرا. شیخ حسن یه عشق من حرفی بزن، بگو تا را به خدا مشکل مسکن چیه. تو خونت یه جای دیگه است و خودت نمیدونی. با خدای خودت خیلی زدی به اورا، خیلی زدی به اورا، ما میدونیم با خدا. خب ویدیوی
قشنگی بود، هر کی ساخته کار خوبی انجام داده. منم تو این فاصله صفحه آقای کاووسی اون یه صفحه دیگه شو پیدا کردم، تا کی دروغ، اینم حتما شما دیدید، ولی برای اونایی که ندیدن. شما به عنوان یک شهروند چرا کاری برای مقابله با تحریم ها دارید؟ دروغ نگیم. یعنی چی دروغ نگیم؟ یعنی اینکه اون مسئولی که میاد پشت تلویزیون برمیگرده میگه ما با مردم هم دردیم، شبا مثل ما فقیرا نون ماست میخوره، صبح تا شب کار میکنه واسه چست و من، نونوای محل و سوپری مر هر دقیقه جلوشو میگیرن واسه پول نسیه، شده تا الان ما یه بار میوه تو خونش نیاد، صابخونه هر دقیقه در خونش زده واسه پول اجاره، شده داره پشتش بشکنه زیر گرونی، شده داره خانوادش به خاطر بی پولیش به سرکوفت بزنن. خب اگه وجود دارن، اگه شرف دارن، اگه غیرت دارن، بیان حقوقشونو مال و اموالشونو با ما مردم تقسیم کنن که با هم در تحریم باشیم، نه اینکه زجر و بدبختی شما بکشیم و اشغالشو یکی دیگه با بچه‌هاش. بس دیگه، کم دروغ بگید. دشمن ما اونایی ان که وای میسن صاف تو چشای ما نگاه میکنن دروغ میگن. بله، حالا این تو ایرانه، اون وقت من و شما نشستیم اینجا، نخستین همایش سوشال سکیوریتی چی اصلا اسمش، من میخوام بگم برام مشکله. آقا منی که هر روز سرم تو این خبرها و اسما هست، میخوام اسم اینو بگم مشکله. بعدم اومدید شما نشستید 150 دقیقه گفتید، و اولا من تو فیسبوک که پخش کردم، فیسبوک یقمو گرفت، آقا اینا کپی رایت، هی از شعر ای، از شعر او، از یار دبستانی، از همه با هم فلان، یقمونو گرفت. خب شمایی که نشستی تو آمریکا، کپی رایت دیگران رو، حق چاپ میگن، حق چی میگن، رعایت نمیکنی، از دیگران چه خبر؟ اینم از این فیلم، وزارت اطلاعات فیلم سازی میکند. آقای اکبری قرار بود امروز راجع به فیلمای دیگه برای ما بگه، یادش رفت. حالا فهمید چقدر مشکله آقای اکبری که آدم خودش متعهد کنه 3 دقیقه پیام بذاره یا یه چیزی بنویسه و اینا بماند. وزارت اطلاعات، وزیر اطلاعات اومد یه فیلم بود، من بهتون گفتم روبا او یکی گندو نمیدونم فلان نا، میگه همه این فیلم ها رو ما میسازیم، میگه به این وسیله هم میخوایم مردم رو آگاه کنیم، هم میخوایم نفوذ کنیم، و این کارم تا حالا انجام دادن. همین که شما میشینی یه چیزی رو نگاه میکنی، یعنی اون طرف تونسته نفوذ کنه. آقای مالکی، من تونستم رو مغز شما نفوذ کنم، بهت بگم که داریوش و کوروش اصلا این چیزی که میگن نیست، اینجا قبر کوروش است. آقا کوروش زرتشتی بوده، قبر ندارن که، میبرن میذارن بالای تپه که گنجشکا بیان بخورن. بعد کوروش وقتی داشت میرفت، گفت دستهای مرا از کفنم بیرون کنید تا مردم ببینن من با خودم چیزی نبردم. یکی نبوده بین این همه ایرانی بگه اون موقعی که زنده بودی که این همه چی داشتی؟ خب حالا مردی که مردی. اینم درست مثل حرف شاه که شاه اش تو چشاش جمع شد، گفت من 6 متر کفن به خودم میبرم و 6 فوتم میرم پایین. یکی بهش بگه خب پس چرا این همه ورداشتی گرفتی به این اون دادی؟ بیا با هم صحبت کنیم. مرسی دوستان عزیز، ساعت 3:28 دقیقه است، اجازه بدین که بریم. مطالب زیادی اینجا دارم، فیلم شعبان بیمخ هم گذاشتم راجع به ترور فخری زاده، تازه یه نشریه انگلیسی که اون وقتا این نشریه با وجودی که توسط یهودیا بوده ولی با مخالفت صهیونیست‌ها، اینا دو سه رشته هستن، صحبت میکرده، ولی صهیونیست‌ها خریدنش، الان در جهت اونها مینویسه و میگه، اومده راجع به این فخری زاده و اینها گفته. وزیر اطلاعات هم گفت ما 5 روز قبل میدونستیم، ولی کسایی که زدنش توی نیروی ارتش بودن، ما نمیتونستیم دخالت کنیم. یعنی تقریبا جنگ بین خودشون شروع شده. خب من این رو ببندم و برم سراغ آقای امیر حسین لادن، و اینجوری شما هم دیگه از شر من راحت میشین، اقلا دو کلمه از آقای لادن یاد میگیرید یه چیزایی. خب بذارید دوستان من کامرای دو رو بدم به آقای لادن. بسیار عالی، تصویر خودمونم از اینجا قطع کنیم و خیلی هم خوب، خیلی قشنگ. اول برنامه آقای لادن، دوستان من این پلیر، یعنی این آگهی ها رو به شما نشون میدم، شماره تلفن تماس از طریق واتساپ
حتی از ایران، آدرس ایمیلشون، آدرس وبسایتشون. اگر در راه تماس برقرار کردن مشکلی داشتید با من تماس بگیرید، من به اصطلاح ترتیب این رو میدم و ممنونم از آقای لادن که با ما بودند و هستند. و آقا سلام میکنم به شما و خوش آمد میگم، خیلی ممنون که امروز با ما هستید. درود بر شما جام سربی، بر بینندگان تلویزیون مردم و هممیهنانمون. من یک کمی تردید داشتم که امروز در کنارتون خواهم بود یا نه. سه شنبه واکسن دوم کرونا رو زدم و چند تا از دوستانم که این کار کرده بودن گرفتار امراض جنبی شبیه آنفلانزا شده بودن، ولی خوشبختانه من مشکل زیادی نداشتم و تونستم در کنارتون باشم. خیلی ممنون. بله، اینجا هم وقتی من با شما دیروز یا پریروز بود تماس گرفتم و شما گفتید که اینجوری هست، گفتیم که خب امیدواریم شفای عاجل، بعضیا این عاجل رو غلط می‌نویسن، با الف با کلادار می‌نویسن، باید عاجل مثل عجله باشه. و اینجا من رفتم راجبش خوندم یه مقداری، خیلی ها گفتن اولی هیچ طوریمون نشد و به اصطلاح واکسن دومی رو که زدیم اینجوری شد، ولی خیلی خوشحالم که به اصطلاح به خیر گذشته. البته همشون نوشته بودن همین که تب میکنی یا ماهیچه دست اونجا دست درد میگیری نشون میده که این داره کار میکنه. خیلی خوشحالیم. بله بفهم. یه چیز دیگه هم جام صحبی، و اون این که بین هم میهنانمون، بین بینندگان، اگه کسانی هستن شک و تردید دارن، من در چارچوب چیزایی که خودم مرور کردم و اون چیزایی که هممون با هم دیگه شنیدیم، پیشنهاد میکنم که تردید نداشته باشین و اگر من طی نیم ساعت آینده هزجون نگفتم، بدونین که همه چی اوکی. من فکر کنم خودم هم از شما نظرخواهی خواستم که بزنیم به نظر شما یا نزنیم، چون اینجام خیلی حرف و حدیث بود، گفتن این رو با عجله به اصطلاح تایید کردن، ممکنه یک کمی نشه بهش اطمینان کنی، ولی شما پیشنهاد کردید که بزنید، حالا باز به دوستان پیشنهاد کردید. ممنونم از شما، امیدوارم که گوش کنن به نصیحت شما. آقای لادن، متلک‌گویی، مزاحمت خیابانی و آزار جنسی تجاوز به حریم دیگری است، این عنوان مقاله این هفته شماست. اولین سوال من اینه که شما متلک‌گویی را با آزار جنسی یکی میدانید؟ ببینین، این نوشته من در رابطه با یه فیلم مستندیه که در مشهد با دوربین پنهانی از آزار خیابونی یه زن جوان تهیه کردن و چند میلیون بیننده داشته. اون پرسشی که واقعا برای من پیش میاد اینه که چرا تا این حد مورد توجه قرار گرفته؟ عدید من علتش اینه که یک حرکت، این حرکت یک مشکل فراگیر تو جامعهمون رو به نمایش گذاشته. یه دختر جوان تنها مثل یه بره بین تعدادی گرگ وحشی، امنیت نداره و آسیب پذیره. این فیلم با شفافیت کامل متلک‌گویی، مزاحمت خیابونی و آزار جنسی رو به نمایش میذاره. چنانچه این ویدیو تنها متلک‌گویی به یه دختر تو خیابون رو نشون میداد، اصلا مورد توجه قرار نمیگیره. منظورم این نیستش که متلک‌گویی مهم نیست، چون هم مهمه هم باعث شرمندگیه، ولی میبینیم که این یه مقداری از اون بالاتره. یعنی متلک‌گویی تو همه کشورها هست، بیشتر کشورها هست. مشکل زمانیه که حرکت نادرست از حد متلک‌گویی تجاوز میکنه، مانند همون چیزی که در این ویدیو دیده میشه، یعنی تعرض، سراغ کسی رو سد کردن و شخص رو دنبال کردن. چنین عملی، یعنی میخدین ستا رو میذارین بغل هم دیگه، میشه تجاوز به حریم خصوصی یه شهروند. باید مورد انزجار هممون باشه. در زمینی که خیلی از دوستامون، حتی یکی از دوستان در اندیشکده میگن آقا در همه جا همین هست، اولا برای ما از دید من فرق نمیکنه که این همه جا هست یا نه. اگه این مشکل رو ما داریم، ما میخوایم مشکلات خودمون رو بدونیم، بپذیریم و دنبال چاره جویی باشیم. یه ضرب المثله که میگه که
گر اگر طبیب بودی سر خود دوا نمودی. در آمریکا یه چیزی شبیه به اینه دارن، میگن physicians heal thyself، یعنی ما نخست باید مشکل خودمونو برطرف کنیم. در زمینی که ما ایرانی ها یه خودم با دیگران خودمونو متفاوت میدونیم، یعنی دو تا تفاوت بزرگ به نظر من داریم. اول این که مدعی همه چیز دانی هست، دوم این که میگیم هنر نزد ایرانیان هست و بس. پس اگه این دوتا درسته، بعد تکلیف خودمونو مشخص کنیم. سیستم شتر مرغی به نتیجه نمیرسه. پدیده متلک‌گویی نه ربطی به مشهد داره و نه جدیده. این ویدیو دو مشهد گرفته شده، ولی میتونست تو تهران، شیراز، اصفهان، آبادان یا هر شهر دیگه باشه. این ویدیو تازه است، ولی این رفتار تازگی نداره. میتونست 50 سال پیش تهیه شده باشه بدون کوچکترین یا هیچ کم و کاست. یعنی همین چیزایی که اینجا دیدیم اونم اون تو هم میدیدیم. بنابراین نه ربطی به جغرافیا داره و نه ربطی به حکومت، بلکه زاییده کمبودهای فرهنگیمونه. اگر موافقین من در این رابطه یک ماجرایی رو، ماجرای حقیقی رو برای شما و بیننده ها بیان کنم. همونی که تو مقاله هم نوشته بودید، ولی بفرمایید. ببینید، در حدود 46 سال پیش، 4 سال پیش از انقلاب، من و همسرم که آمریکاییه و یه پسر 2 ساله که داشتیم تو شمال تهران تو خیابون بخارست زندگی میکردیم. یه شب پس از کار سر راه توی خیابون وزرا که موازی بخارست و با هم نزدیک هم بودن، مشغول خرید میوه بودم. دو تا از مغازه‌دارا با آب و تاب اومدن به من تبریک گفتن و تعریف کردن که امرو بعد از ظهر همسر پس از خرید، در حالی که بچه توی بغلش طرف راستشه و خریدش توی پاکت تو دست چپشه، داره میره به طرف خونه. یه مردی که از کنارش رد میشد به اون دست میزنه یا انگولک میکنه. بعد این میگفت خانم شما با چنان سرعتی برگشت و یه تیپا به آنجای آن نامرد زد که طرف تلو تلو خورد و داشت میافتاد. بعد میگه تمام کاسبا و مشتری ها شروع کردن برای همسرت دست زدن و اون شخص خطاکار فرار کرد. ببین این ماجرا تو تهران بوده و پیش از انقلاب بوده. پس نشون میده که این مشکل ربطی به جغرافیا و زبان نداره. سپاسگزارم. ممنونم از شما. شما همونجوری که گفتین اون فیلمه در مشهد به اصطلاح پر شده و اگه اجازه بدیم من این سوال رو دو قسمت از شما میپرسم که آیا این موضوع ربط به خصوصی به مشهد داره؟ بعد قسمت دومش هم اینه که چه عواملی در شکل گیری این پدیده نقش داره؟ ضمناً شما گفتید که فیلم مستند، آیا به این فیلمای دوربین مخفی میتونیم بگیم مستند، بهشون استناد کنیم؟ بفرمایید. سه قسمت شد. من سومی رو اول پاسخ میدم. از این نظر که من واقعا تکنیکیش رو نمیدونم، خاطر جمع نیستم که مستند از این نظری که ساختگی نیست، از یه داستان حقیقی برداشته شده و یعنی اون بازیکن در اونجا نبود، از دید من اونم مستند. و اما واقعا خوشحالم از این پرسش، برای اینکه مهمترین بخشش اینه که واقعا چه عواملی، چه چیزایی، چه من میگم این موضوع فرهنگیه و ربطی به شهر و زمان نداره، چه عواملی باعث این میشن. چند عاملی که از دید من در شکل‌گیری پدیده متلک‌گویی میتونن سهم داشته باشن رو با هم نگاه میکنیم. اولیش نقش تخریبی موهومات مذهبیه، موهوماتی که پسر و دختر رو از کودکی از یکدیگر جدا میکنه و بینشون فاصله میندازه. این روش تخریبی و تابو آفرین قرنهاست که تو میهنمون اجرا شده، چه در دوران سلطنت و چه امروز در رژیم فقاهتی. مادر و پدر آغازگر اجرای برنامه نوشته نشده این موهومات تو خونه هستن. البته اونا گناهی ندارن، اونا هم از پدر مادرشون یاد گرفتن.
نقش مادر از اهمیت ویژه‌ای برخورداره، چون که نخستین مسئول پرورش فرزنده. مادر با عشق فرزندشو بزرگ میکنه، ولی عشق همیشه به تنهایی کافی نیست. مشکل و مقصر مادر نیست. پرورش کودک در میهنمون نه برنامه ریزی شده است، نه آگاهانه است و نه عمدی انجام میشه، بلکه همینطوری اکثریت بزرگی از بچه‌ها در چارچوب تقلید و تلقین درس‌های نخست زندگی رو می‌آموزن. تقلید و تلقین یعنی آنچه رو می‌بینن و با تکرار مکررات می‌شنون. عامل دوم اینه که ما این درس‌هایی که تو خونه می‌آموزیم زائیده پدیده مرد سالاری و پدر سالاری هستن. مرد سالاری و پدر سالاری هم ارمغان حکومت‌های خودکامه خدا سالارن که دختر و پسر رو متفاوت از یکدیگر پرورش میدن. یک دیوار ذهنی بین دو جنس زن و مرد به وجود میارن، دیواری که رفتن به اون طرفش ممنوعه، تابوه و از نظر شرعی و عرفی ناپسند. عامل دیگه دوران تحصیلیه. دوران بسیار حساس و مهمیه که نه تنها شخصیت خردسالو میسازه، بلکه شکل دهنده رابطه هاست. رابطه هایی که از با هم بودن، از هم آموختن در یک محیط مشترک آموزشی به دست میاد. با هم آموختن، یاری کردن، رقابت در کلاس درس و دیگر چالش هایی که بچه ها با هم دارن، شناخت و دوستی و احترام متقابل رو بین همه بچه ها به ویژه دختر و پسر به وجود میاره. درست زمانی که دختر و پسر باید با هم باید بیاموزن که برابرن، بیاموزن که دوست و همراه هستن، نه رقیب، نه نابرابر. جداسازی و دیوارکشی و ممنوعیت ها پسر و دختر رو تبدیل میکنه به غریبه، در مقابل هم قرار میده به جای اینکه در کنار هم باشن. بچه ها دختر و پسر به جای اینکه با هم بزرگ بشن، با هم تحصیل دوران تحصیلی رو طی کنن، با هم بیاموزن، آشنا و دوست بشن و همراه باشن، جدا از هم بزرگ میشن، جدا از هم دوران تحصیلی رو طی میکنن. این جدایی ها دست در دست با اون تابوهای جنسی که بهش اشاره کردیم میتونه باعث دلگی، عکس العمل‌های غیر عادی و ناشایسته بشه و حتی بروز انحراف اخلاقی. سپاسگزارم. ممنونم از شما. دوستان خانم ملیحه نوشتن که این فقر فرهنگی است. آقای اکبری هم میگن که متاسفانه متلک‌گویی در ایران چیز جدیدی نیست، خیلی کم پیش میاد که از جملات زشت و چندشاور استفاده شود و معمولا حالت شوخی و خنده داشت، ولی الان با این فیلمی که از مشهد دیدم خجالت آور بود و متوجه جمله آخرشون نمیشم و از زمان ما از دهان اراذل و اوباش شناخت شده در می آمد. در صورت منم اون فیلم رو دیدم به همین خاطر که اون خانمی که به اصطلاح توی فیلم بود، چون حالا هنرپیشه ممکنه هنرپیشه نباشه ولی داشت نقش بازی میکرد و اینها، من اون فیلم رو مستند نمیدونم ولی سوال میکنم، میرم دنبالش که ببینم به همچین چیزا میتونیم بگیم یا نه. ممنونم از توضیحتون. شما تو صحبتاتون گفتید که دوستان هم در کانون در اندیشکده گفتن که خب این جای دیگه هم هست، ولی شما باور دارید که در کشور در ایران با کشورهای غربی متفاوت است. چرا این تصور رو دارین شما؟ اگه اجازه بدین قبل از اینکه پاسختون رو بدم، شما گفتین که یکی از دوستانمون در مورد اشاره کردن که فقر فرهنگیه، که من با ایشون هم راه هستم، همین فکر رو میکنم. دوست دیگرمون اشاره کردن که این موضوع مطرح‌گویی همیشه بوده که من قبول دارم و میگن که امروز حرفای دهنشون در میاد که اون موقع
و دهن اوباش و عرازیلی دارن، ایشون هم باز تایید میکنن که بدتر شده. و شما خودتون اشاره کردین راجع به مستند بودن یا نبودن. من همجوری عرض کردم، اولا خاطر جمع نیستم واژه درستش چیه، ولی اصل مطلب اون نیست که این فیلم مستند یا مستند است. اصل مطلب این اتفاقیه که افتاده و میدونیم که حقیقیه. و من وقتی اینو در اندیشکده، چون شما اشاره کردیم به اعضا، مطرح کردم، نیمی از افرادی که دو جلسه بودن خانوم هستن و همه بدون شک و تردید شروع کردن گفتن مسائلی که باهاش روبرو بودن، تا حتی چک زدن به اون شخص یا یه نفر که بچه ها چاقو زامندار هم میکرده. یعنی میدونیم که این مسئله یک مسئله کاملا حقیقیه و داستان نیست. مطلق گویی توی واقعا توی همه اکثر کشورهای جهان هستش. اون چیزی که ما رو با دیگران متمایز میکنه اونی که ما از مطلق گویی پا فراتر گذاشتیم، مزاحمت خیابونی و آزار جنسی رو هم بهش اضافه کردیم. یعنی هم زیاده روی و همی که واقعا از شور به درش میکنیم. ما کارشناسا و نخبگان میهنمون بر این باورن که زبان زده از سوراخ سوزن رد میشه، از در دروازه رد نمیشه، در مورد ما ایرانیان صد میکنه. یعنی ما در مسائل زیاده روی میکنیم. بر این که نشون بدم که این تا چه اندازه حقیقیه، دو تا نمونه از زیاده روی در فساد و تفاوتهای اخلاقی رو با هم مرور میکنیم. و برای کسانی هم که علاقمند باشن ببینن این در کجا میتونن پیدا کنن، در این اولی در این کتابه. هنری لوس، ناشر مجله تایم و لایف، که در یکی از گفتگوهامون به او اشاره کرده بودم، یکی از بانفوذترین و قدرتمندترین شهروندان آمریکایی تو زمان خودش بود. در رابطه با فساد در ایران مینویسه که شکی نمیتوان داشت، این تو گیوم است، که فساد بزرگترین صد راه و عامل بازدارنده پیشرفت است. با مقدار معینی از فساد پیشرفت غیر ممکن نخواهد بود، اما وقتی فساد از حد گذشت پیشرفت ممکن نیست. فساد بیش از اندازه نه فقط جلوی پیشرفت کشورهای کم رشد را میگیرد، بلکه در پیشرفت ترین کشورها نیز فاجعه به بار می آورد. نمونه بعدی محمد علی جمالزاده است و اون کتابی که دارم بهش اشاره می کنم اینه. محمد علی جمالزاده نویسنده و مترجمیه که در تقریبا 1965 نامزد جایزه ادبیات نوبل میشه. ایشون نوشته که یه دوست آمریکایی که در ایران، در یومس از همین کتابه، یه دوست آمریکایی که در ایران زندگی میکرد میگفت حیف و میل و رشوه در همه کشورها از جمله آمریکا وجود دارد، ولی تفاوت در این است که شما ایرانیان از حد معقول خارج می شوید و زیاده روی می کنید. برای مثال بودجه‌ای که برای ساختن یک پل تنظیم شده، مهندس و معمار و مقاطع کار، ادارات رسمی و غیر رسمی به دست پا می افتند و روی هم رفته لااقل نصف اعتباری را که برای این کار تخصیص داده شده به جیب می زنند، در صورتی که در آمریکا به 10-20% قانعند. معایب اخلاقی وقتی از حدود معقول گذشت موجب خانه خرابی می شود. این فکر کنم کاملا گویاست. می رسیم به زیاده روی در باورهای مذهبی. اینو فکر کنم نیاز به نشون دادن این کتاب نیست. رابطه ما ایرونی ها با 12 امام و 14 معصوم، 1000 سال بت‌سازی، بت‌پرستی، مرده‌پرستی بوده.
زیاده رویمون در حدیه که علی رو به خدایی رسوندیم و علی الهی شدیم. زیاده روی در عزاداری مذهبی همراه شده با غمزنی در گل و کاه بوته برخوردن، با قلاده سگ دور گردن روی زمین سینه خیز رفتن. زیاده روی در برخی موارد از مرز شرم‌آور بودن گذشته، رسیده به حماقت و دیوانگی. ماجرایی که میخوام براتون بگم از این کتابه، ماجرای باهلی نوشته اشپولر، فکر کنم بتونه این مسئله که میگم دیوانگیه برای بیننده هاتون روشن کنه. قتیب ابن مسلم باهلی، سردار معروف حجاج، در سال 706 میلادی یعنی 1300 سال پیش از رود جیهون با قشونش میگذره به طرف خارزم یورش میبره. با مقاومت این همش تو گیوم است، با مقاومت شدید مردم روبرو میشه، اونجا رو محاصره میکنه، لشکر قتیبه تعداد زیادی کشته میده، یعنی مردم مقاومت میکردن، ولی بالاخره مقاومت مردم رو در هم میشکنه و اون رو لشکریانش مردم رو مورد تجاوز و چپاول قرار میدن و کشتار بسیار شدیدی میکنن. و قبل از اینکه اونجا رو ترک کنه یا به مردم میگه، میگه یا تسلیم میشین و یا نابود. زرینکوب در این مورد در کتاب دو قرن سکوت مینویسه که قتیب ابن مسلم مانند خداوندگارش، مانند رئیسش، صاحبش، مرشدش حجاج، از شقی ترین، اینا در گیوم است، و بیباک ترین سرداران عرب بود. پس از فتح خارزم یکی از کسان خود را به دانجا نشاند و خود روی به بخارا نهاد. مردم پس از مدتی بشوریدند و امیری را که از عربان بود فرو کشیدند و از پای در آوردند. وقتی قتیب ابن مسلم بار دوم به خارزم رفت، هر کس را که خط می نوشت و از تاریخ و علوم و اخبار گذشته آگاهی داشت از دم تیغ در گذشت. یعنی میگه هر کی سواد داشت، هر کی اطلاع داشت، آگاهی داشت، کشت. موبدان و هیربدان قوم را از یک سو هلاک نمود، همه رو نابود کرد، کتابهایشان را بسوزاند و تباه کرد. قتیبه مزد بخون جمله رو میگه، قتیبه و دیگر عربان زبان و خط مردم ایران را به مسابه حربه تلقی می کردن. در همه شهرها برای از بین بردن زبان و خط و فرهنگ ایران به جد کوشش میکردن. قتیبه صدها هزار ایرانی را در خراسان و ماوراءالنهر کشتار کرد. این شخص، این قتیبه، سوگند خورده بود که تعداد زیادی از ایرانی ها رو میکشم و دخترها و زناشون رو در حضور خانواده‌هاشون بین لشکر خودم تقسیم میکنم. بعد بار دومی که میروید در خارزم همین کار رو انجام. خب ببینید، این داستان رو برای این براتون نگفتم که بگم یه سردار عرب بوده که این غلطا رو کرده، نه، میخوام دیوانگی که خدمتتون گفتم اینجا نشون بدم. دیوانگی از اونجا شروع میشه که ما ایرانیان کمدان و گمراه پس از کشته شدن قتیبه، قبر چنین جانوری رو به زیارتگاه تبدیل کردیم، در اونجا دعا و نماز میکنیم و طلب آمرزش میکنیم. در رابطه با پرسشتون، آنچه ما رو با دیگران متمایز میکنه زیاده روی و از شور به در کردنه. سپاسگزارم.
ممنونم از شما. از آقای نیساری ممنونم. ایشون نوشته که اگرچه این مسئله ریشه فرهنگی دارد، اما نداشتن حقوق برابر زن و مرد در ایران این ستم بر زنان را چند برابر کرده است. فرهنگی که در خانه بر سر زنان بکوبد، در خیابانهایش نیز با آنها چنین برخورد میکنند. من با ایشون موافقم. من بارها درباره این رفتن خانم ها به استادیوم های ورزشی همیشه گفتم تقصیر برادر، تقصیر شوهر، تقصیر پدر همین خانم های هست که اونها تنها میرن این استادیوم. اگر 4 هفته وقتی مسابقات فوتبال هست 100,000 نفر مرد نرن اونجا، خب میخوان چیکار کنن؟ حالا که فعلا کووید مثل که همه چی رو تعطیل کرده، ولی متاسفانه میبینم تو تلویزیون‌های ایرانی هنوز این هنرمندا که باید سرمشق و رول مدل باشن برای مردم دور هم جمع میشن، ماچ و بوسه و دست و بعد حتی تماشاچی میارن توی برنامه هاشون. شما نظرتون چیه توی ماجرای کووید؟ خب ما میدونیم که ایران آخوندا و حکومتش، اونها هم مثل ترامپ اینو شوخی گرفتن، گفتن ماجرای جن و اجنه و این چیزا هست و دیر عمل کردن. و ولی مردم هم به نظر میرسه که به قول شما که میگید یا شور شور یا بینمک بینمک رعایت نمی کنن. پیشنهادی برای اونها دارید؟ حالا برای ماها گفتید اگر هست واکسن بزنیم. برای ایران من روی کل مسئله ای که الان شما ارائه کردین اینطوری میبینم که شما یه طرف مسئله رو میگیرین، اون طرفش رو نمیگیرین. علتش اینه که مسئله وقتی میگیم فرهنگیه، زن و مرد مردم نیست. اصلا فرهنگ به این نیستش که کسی که در سیستانه با کسی که در آذربایجانه تفاوتی داره. نه، فرهنگ اینه که مثل شناسنامه ماست. ما هممون بدون استثنا، شما و من و بقیه، هممون از درون اون فرهنگ اومدیم بیرون. هممون تمام اون مشکلات و اون کمبودها رو داریم. اینی که امروز شما چگونه هستین، من چگونه هستم، اینی که ما چجوری برخی از این کاستی ها رو تشخیص دادیم، پذیرفتیم و باهاش مقابله میکنیم. حالا در حدای متعادل موفق شدیم، این اندرین شدیم، جداگانه است. ولی اصل مطلب چیز دیگه است. وقتی میگیم یه چیزی فرهنگیه، نمیتونیم بگیم که پس اگه مردها نرن در اون مسابقه زنها اله میشن. نه، مردها نمیدونن. اون شما رجب تخم مرغ و مرغ صحبت میگه، گدومش اوله. ما تو اینو درست نکنیم که ما چی هستیم و چگونه هستیم و چه مشکلاتی داریم و بپذیریم، درست نمیشه. اصلا اندیشکده آگاهی و شناخت که بیش از 10 سال پیش به وجود اومد برای همین بود که ما مشکلات فرهنگیمون رو شناسایی کنیم، خودشناسی و خودسازی کنیم. همه اینا از دید من، اکثر مشکلات میهنمون، استبداد، خرافات، موهومات، مذهب، همش این مشکلات زاییده فرهنگ. ما باید با اون مقابله کنیم. بسیار ممنونم از شما. به نظر میرسه که اون نتونست شما رو از پا بندازه و خوشحالم که تا آخر برنامه با هم بودیم. امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشید و خبر سلامتی کاملتون رو هم برای ما بنویسید. آقای لادن خیلی ممنون که با ما بود. سپاسگزارم و منم برای شما و همیهنانمون آرزوی آخر هفته خوبی رو دارم. مرسی. دوستان عزیز، با آقای امیرحسین لادن بودیم. یه بار دیگه من مشخصات تماس با ایشون رو اینجا نشون میدم و این حسنش اینه که شما میتونید بعد نگه دارید اینجا رو، یادداشت کنید، عکس بگیرید، تماس بگیرید و الی آخر. یعنی هیچ عذری دیگه موجه نیست که اگر بخواهید تماس بگیرید و نگیرید. آقای اکبری میگه که من اون نظرم رو راجع به اون فیلم نگفتم، چون نیم ساعت اولش رو که نگاه کردم دیدم فیلم افتضاحی هست و نتونستم ادامه بدم. آفرین، همینو شما باید تو نوار میگفتی تا من پخش کنم که دوستان بگن که بدونن که من هفته پیش گفتم
این فیلم رو من با درد به اصطلاح نشستم نگاه کردم، چون از لحظه اولش واقعا میره رو اعصاب آدم. یه بار دیگه برگرد آقای اکبری، همون جایی که اینا میخوان مثل آدم چهار تا اسم رو بنویسن، یه تایپ رایتر، ماشین تایپ، چی میگفتیم، ماشین نویس قدیمی، تق تق تق، آقا یکی دو تا اسم کارگردان، اسم فلان، نه اسم اون راننده تاکسی هم که تو رو برده اونجا ورداری بنویسی، اونم تق تق تق. یه فیلم افتضاح بود ولی چند تا حقیقت اون زمان رو داخلش بود. مخصوصا من میخواستم نظر شما رو درباره اون آقای یزدی که آمد از کارمندا شکایت کرد و قرآن از جیبش میآورد قسم میخورد، میخواستم بدونم که شما میگین نتونستم تحمل کنم. درباره این که نتونستم فیلم تحمل کنم، باز میرسیم به این که حالا میفهمید چرا من نتونستم اون فیلم فرشته های پروانه ها که ماجرای زنها در استخر زنانه است و اینها رو تحمل کنم. من باور کنید همون 5 دقیقه اول که نگاه کردم اصلا فکر کردم ممکنه من قلبم وایسه و نمیدونم چرا اینا اینجوری فیلم پر میکنن. ممنون و متشکرم. خانم ملیحه میگه در آلمان شیرازی ها، والا اون موقع که ما بودیم سال 84-86 این ارتباطات نبود و این امکانات نبود، اگر همدیگر هم پیدا میکردیم باز وسیله نداشتیم بریم بیان، بچه ها کوچک بودن. در صورت امیدوارم حالا باز کووید بره و شماها بتونین دور هم جمع بشید. و یه دوستی آقای اردشیر شیخی در رابطه با اون ماجراهای دزدی و اینها که من گفتم، ایشون نوشته چند سال پیش در شهر یا فرخشهر یا فرهشهر، فردی احتمالا فرخشهر، فردی هنگام مهمانی رفتن همسایه‌اش اقدام به سرقت از آنها میکند با وانت و میره داخل حیات، همه وسایل را بار زده بود. در لحظات آخر یکی از همسایگانی که با تریلر خود رفته بود کارخانه سیمان بار زده بود میاد و جلو در پارک میکنه که فردا صبح زودتر بره و اینها. حالا نمیدونم این مال اون خونه بوده یا اینکه بعضی جاها دیدیم نوشته حتی فوش داده لطفاً اینجا پارک نکنید، ماشینتون پنچر میشه اینا. بعضی وقتا خوب میشه اگه یک کسی بیاد جلو خونتون پارک کنه. این تریلیه میاد پارک میکنه جلو در خونه این و اون آقا که رفته دوزی وقتی در باز میکنه میخواد بره، میبینه یه ماشین اونجا پارک شده. تنها چیزی که به مغزش میرسه اینه که پلاگ نمره ماشینش رو باز کنه، با وجودی که نمره رو باز میکنه میبره، یعنی قید ماشینش هم زده، شهربانی از روی اون ون نمبر یا سریال نمبر ماشینش میفهمه و پیداش میکنه. ممنونم از شما دوستان، ممنونم از کسانی که در برنامه بودن و بارها گفتم یه بار دیگه هم میگم، شما هم اگه بخواید میتونید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید، نظراتتون مخالف باشه، موافق باشه، چپ، راست، بالا، مذهبی، غیر مذهبی. الان میبینید بعد از برنامه من آقای حسن ارشاد 305 برنامه رو در این تلویزیون دارن که به نام بررسی کتاب خاطرات خلیل شهیدی خادم عبدالبها. هر چی بیشتر ایشون میگه من بیشتر متوجه میشم که این دوستان بهایی هم توی دینشون اشکالات زیادی هست، اونها هم باید تعصب رو کنار بذارن و برگردن یک نگاهی دوباره داشته باشن و بتونن اون اشکالات رو برطرف کنن و خودشون رو از قید به اصطلاح همین عصبی شدن و حساسیت داشتن و اینها متعصب بودن نجات بدن. آقای مانی خورسندی نوشته همین الان در زدن، کتاب رسید، برم پستخونه بفرستم. ای بابا خیلی زحمتت شد. خب میگفتی از اونجا به آدرس من مستقیم بفرستن. دوستان اگه یه چیزی از آمازون یا از یه فروشگاهی میخرین، شما میتونید اون رو به نام دوستتون، به نام فامیلتون که میخواین بهش کادو بدید بفرستید و دیگه اینجوری دوبار لازم نیست برید پستخونه. بازم از شما ممنون و متشکرم. اگر این برنامه رو با دوستانتون هم در میون بذارید یا شیر کنید بیشتر ممنون میشم. مرسی، آخر هفته خوبی براتون آرزو میکنم. روز روزگار بر شما خوش.